بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه هست، 14 ماه ژانویه 2018 میلادی، برابر است با 24 دی ماه 1397. اینجا بسیار هوا سرده ولی خیلی زیبا و قشنگ تمیز. یه برفی قرار بود بیاد، میگفتن 1 تا 4 اینچ تا 10 اینچش رو ما اندازه گرفتیم تا دیشب که بعد دیگه خوابیدیم. آقای زمانیان، من هم به شما سلام میکنم. سلام از تهران، من از واشنگتن، شما از تهران. خب هوای تهران چگونه است؟ برف دارید ندارید؟ جالبه، یکی از دوستانمون دیروز رفته بود نیویورک، بهش گفتم حتما شما بیشتر برف داری، گفت نه، این برف ساوت یا جنوب بیشتر آمده و شماها بیشتر از ما برف، اصلا نیویورک برف نبود ولی گفت هوا سرد هست. در هر صورت آقای مهدی اخوان سالس گفت زمستان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. و اون دوستمون هم آقای کوروش سلیمانی شعری در همین بر همین وضع نوشت که زمستان نیست و خیلی قشنگ بود. حالا اگه یه وقت خودشون بتونن بیان با ایشون هم یه صحبتی داشته باشیم. حرف برای گفتن بسیار داره. سلام میکنم به آقای لطیف زمانی که ایشون در انگلستان هستن، قرار بود با ایشون صحبت داشته باشیم تا اگر بشه در برنامه ها بیان مشکلاتی رو که برای دیگران به وجود آمده و پرونده و کیس شده بدون اسم بردنشون بیان تعریف کنن که مثلا یک خانواده ای بوده این کار کرده، اینجوری براش مشکل پیش آمده، شما نکنی. این کار توی آمریکا هم رسمه و هیچ اشکالی نداره. دو تا دلیل داره. اولا میان میگن برای بعضیا به اصطلاح یک یادآوری میشه، قوانین اینجا آشنا بشین، قوانین دنیا کلا، زرنگ بازی در نیارین، آخرش گیر میافتید و اینها. یکی دیگه این که خود اون دفتره هم، دفتر حقوقی که اینجا بهش میگن لا فرم، به این وسیله به مردم میگه که من اینجا هستم. آقای زمانی میگه من لندن هستم، آقای ایران بومی میگه من آلمان هستم، سوربی هم میگه من اینجا هستم ولی هیچ مشکلی تو نمیتونم حل کنم. راجع به مشکل که شد، این دوست ما بنده خدا آقای امید ستایش پور، اون قهرمان پاورلیفتینگ که طلب استمداد کرد، طلب کمک کرد و ما هم گفتیم چند نفرم کمک کردن و از یکایکشون ممنونم، یه آقای به نام خسرو تماس گرفت و گفت که من میخوام کمک کنم و اینها. و این صدای آقا خسرو خیلی آشنا بود، بهش هم گفتم صدای شما خیلی آشناست، من با وجودی که درست صداها رو تشخیص نمیدم ولی بعضی ها صداشون آشناست. در صورت تماس گرفته با این آقا، گفته کمک میکنم، کمکش نکرده. آقای ستایش پور به من گفت که امکان داره شما لطف کنید با ایشون تماس بگیرید؟ گفتم نه آقا، دوست عزیز، اینجوری کار نمیکنه. من کسایی به خودم زنگ زدن، طرف میگه آقا من کالیفرنیا هستم، کانادا هستم، آلمان هستم، اتریش هستم، همه کارا رو انجام بدیم، حالا ما نمیریم کو بکنیم که، ولی اینو بفرست اونو بفرست، وقتی میفرستیم مثلا دیگه یادشون میره. در هر صورت اینجوریه. و حالا چون اسم ایشون رو بردم، اسم اون آقا خسرو رو هم بردم، اگر هنوز هم تصمیم دارید کمک کنید، کمک کنید، حمایت کنید. بعد روزنامه ایرانیان هم اینجا یه مقاله راجع به ایشون نوشته. البته آقای ستایش پور مثل که خیلی به اصطلاح راضی نبود که چرا اینجوری نوشتن. گفتم آقا دیگه چجوری بنویسه؟ خب شما طلب کمک میکنی، مدد باید یه امدادگری پیدا بشه به شما. من نمیدونم، ما ایرانی ها یه کمی از دماغ فیل افتادیم. اون وقتا میگفتن که طرف داره میفته تو چا ولی دستش رو از کمرش بر نمیداره. من همیشه میگفتم یعنی چی؟ منظور اینه که حتی دستمون رو از کمرمون بر نمیداریم، خودمون رو نجات بدیم. البته من به مادرم وقتی که اینو میگفت میگفتم خب بهتره وقتی دستت به کمرت باشه پن میشی، نمیفتی تو چاه نگهت میداره. دوستان عزیز، برنامه امروز متاسفانه یک هواپیمای در ایران مثل که در کرج سقوط کرده، هواپیمای ارتشی بوده،
فعلا میگن دلیلش کمبود امکانات کمک ناوبری. من اصلا نمیدونم کمک ناوبری یعنی چی. و این هواپیما داستان جالبی داره. این هواپیما توی جنگ ایران و عراق هواپیمای سوخت رسان بوده به اون جتای جنگی و اینها. بعد یه کمی کامپیوتر ما داره اسلو کار میکنه اینجا میگه که بله. خب تمام دوستای ما دعوت شدن، خیلی خوشحالم. هب بیس ناجوان مردانه سر. بله هوا بس ناجوان مردانه سرد است. بله میگه سلامت را نخواهند پاسخ داد، سرها در گریبان است. و این شعر رو آقای شجریان هم خونده، خیلی حزن‌آلود میگن، غم‌انگیزه دیگه وقتی آدم میخونه و اینها، یعنی اونو با اون صدا هم میشنوه. آقای شجریان حالش چطوره؟ کسی خبر داره؟ اینم از این ماجرا. خب میگه که Thank you for your program. Have a wonderful time. Thank you again. You are welcome. ما کاری نکردیم که شما تشکر میکنید، ولی این بزرگی شماست. ما هم ممنونیم که شما بیننده ما هستید. خوشحال بریم برنامه رو یک 90 دقیقه با شما باشیم، بعد بریم چند دقیقه آرشیو درست کنیم و استراحت کنیم. بعد با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. این یه پروگرامی هست روی فیسبوک که وقتی برنامه زنده شروع میکنی دوستاتو دعوت میکنه. این فکر کنم الان سیستم ما رو سلو داون یا چوب لای چرخمون کرده و هی میگه که داریم دعوت میکنیم. میگه خب دعوت میکنی، دعوت کن، چرا هی نوشته میفرسی. اینم از این. و اما این سقوط هواپیما، از سقوط هواپیما میریم به خلع لباس دائمی حسن آقا میری که یک آخوند جوانیه. من یکی دو بارم ویدیوهای ایشون رو نشون دادم و گویا 10-15 ساله که این مسئله داره. میدونید که توی ایران به غیر از اینکه هنوز دادگاه انقلاب بر جا هست، دادگاه روحانیت هم وجود داره و روحانیان مثل ارتش که دادگاه نظام دارن، دادگاه ارتش دارن، اینا هم برای بی خود نیست، یونیفرم می پوشن، برای خودشون یه دادگاهی دارن. و اگه یادتون باشه اوائل انقلاب وقتی خمینی آمد یه دادگاهی تشکیل داد، چند تا از این آخوندها رو که با رژیم شاه بودن، آدم های ملایمی بودن، چیزی نمی گفتن، اینا رو خلع لباس کرد و حتی یکیشون رو می خواستن اعدام کنن که بعد حکم اعدامش رو هم به اصطلاح تغییر دادن. و آقای مسعود سعد دوست عزیز برای من از کالیفرنیا، برای از کالیفرنیا هم نوشتن که فوت شده، ولی بعد وقتی خوندم گفت که تکنسین تلویزیون پارس گفته نه آقای این واقعا کار زشتیه که رایج شده. تا حالا چند بار برای آقای عقیلی، چند بار برای خانم همیرا، دیگه کیا اینا رو فرستادن و هی میگن فلانی فوت شده. من نمیدونم واقعا چه فرد مریضی میتونه بدون اینکه یه نفر مرده باشه خبر مرگ اینو پخش کنه و چه رضایتی به این دست میده که حالا بیای بگی سربی مرده، 10 نفرم بگن خب خدا رو شکر که مرد، 10 نفرم بگن آخه حیف شد، بعد دوباره اسم فهمن نه این نمرده. بعضیا که میگن خود طرف یه مدتی که مثلا میره مسافرت و میاد برنامه نداره، تلویزیون عوض میکنه، میاد یه همچین خبری رو پخش میکنه تا بعد به اصطلاح دوباره معروف بشه، مشهور بشه. من فکر نمیکنم سربی اگر چند روز برنامه نداره باید دیوونه باشه که بعدش بیاد بنویسه سربی مرد. خب همون 4 نفریم که نگاهش میکردن، حالا 2 تاش دیگه نگاه نمیکنه، میگه دیگه مرد، آقا برنامهش تکراریه. نمیدونم، ولی نه، اینجا خبر فوت آقای مسعود سعد که اون دیوانه مثل که خسرو فروهره کیه اون اعلام کرده بود، اینجا به اصطلاح تکذیب شده. حالا دوباره کی بیان بنویسن مرده من نمیدونم. و اما جاسوسان ایرانی در کالیفرنیا، این ماجرای جاسوسگیری ایران اسرائیلیه رو میگیره. اون یکی نخه all your friend well selected فلان، باز اینجا بزنیم invite، بلکه اینجوری درستش کنه. آها اینجوری مثل که درست میشه.
بذار ببینیم کیا هستن کیا نیستن. نمیدونم این وقتا موقعی که ما حدود 8000 نفر روی برنامه ها داشتیم، یه برنامه داشت خود فیسبوک دوستات رو دعوت میکردی، بعدا ورش داشتن، گفت که ما چرا این کارو بکنیم، ورش میداریم، بعد یه مدت میگیم حالا هر کی میخواد 10 دلار 15 دلار 20 دلار بده تا ما دوستان رو آگاه کنیم از این برنامه ها. بله میگه واقعا زنده است توی فیسبوک، خود سلطنت ها این خبر را خود سلطنت طلب ها این خبر را پخش کردن. دوست عزیز، تا اونجایی که من میدونم دوستمون از کالیفرنیا برای من نوشت که فوت شده. وقتی من چک کردم میگن اون کسی که توی استدیوی تلویزیون پارس کار میکنه اسمش هم نوشته بود، اون اعلام کرده که ایشون زنده است. حالا یه سوالی من از شما میکنم، ایشون اگه مرده باشه برای شما چه فرقی میکنه؟ اگه زنده باشه برای شما چه فرقی میکنه؟ ماها هممون شدیم مثل فیل، جنازه چی میگن زنده و مردمون یه قیمت داره. تازه اگه قیمتی داشته باشه، اگه موقعی باشه که هنوز مردم دنبال عاج فیل هستن. این روزا که اگه به یکی بگی این از عاج ساخته شده، فوری نگاهت میکنه که آقا چه پوفیوزی هستی، رفتی فیل و کشتی و فلان بیسار اینا، و این پوشیدن مثلا پالتوی چیزه، بگید پالتو پوسته، طرف این روزا پالتو که میپوشه وقتی میاد یه جا باید به همه اعلام کنه بابا این پالتو پوست نیست، این پوست مصنوعیه، چون خدا میدونه حالا یکی میاد رنگ میپاشه روش، یکی میاد نمیدونم ماشینشو پنچر میکنه. حالا سه روزگار غریبی است نازن، و اگه تو ایران روی آسینشون علامت کت شلوار رو بر نمیدارن، به نظر من اینجا به زودی ما باید روی کت شلوار لباسامون بنویسیم که بابا مثلا این پوست نمیدونم روبا نیست، این یه چیز مصنوعیه که اونایی که مخالفن یا هرچی بدونه. در ضمن اول انقلاب یک روحانی بود به نام علی دانشی اعدام شد و دکتر سید عبدالرضا حجازی، بله آقای حجازی بود، یکی دیگه بود، یه سریشون طرفدارای شریعت مداری بودن، یه سریشون طرفدارای آیت الله شیرازی بودن. همینه دیگه، ببین هر کسی میاد میگه که ما میخوایم بیایم آزادی بدیم، اولین کاری که میکنه آزادی رو از حریفای خودش از مخالفین خودش میگیره، بعد نگاه میکنه میبینه اینی هم که باهاش دوست بوده تا دیروز حالا مخالف شده، میاد اونم میزنه اونم، بعد اینجوری میشه که میگن انقلاب بچه های خودشو میخوره. خب این هم از این، ما این دعوت دوستان رو بذاریم کنار، کاری نداشته باشیم. و اما مجید آقای گل بلبل، آقای خورشیدی پسر چی میگم پسرزاده خواهرزنت دنبالته، میگه مثل الان که شاولیان موندن ثابت کنن شاه مسلمون بود یا نبود. اصلا نمیدونم در رابطه با چی داری اینو میگی، ولی ماجرای این جاسوسای ایرانی در کالیفرنیا رو براتون بخونم که خیلی جالبه. میدونید که توی آمریکا یک خانمی بود فرانسوی اگه اشتباه نکنم، لهجهش هم تا وقتی هم مرد هیچ وقت لهجهش رو نتونست درست کنه، و انگلیسی هم که حرف میزد خیلی به اصطلاح یواش و اینها. و این خانم اسمش جولیا بود اگه اشتباه نکنم، این بعدن فهمیدن که جاسوس بوده، ولی توی تلویزیون برنامه داشت، برنامه آشپزی یاد میداد و اینها. ولی حالا امروز این خبر رو من دیدم که جاسوسان ایرانی در کالیفرنیا، مجید قربانی پیشخدمت، این یکی هم احمد رضا محمدی دوستدار، این پیشخدمت 59 ساله رستوران دریا، احمد رضا محمدی دوستدار مشاور 38 ساله، اینم حالا انقدر زود عوضش میکنه که ما نبینیم، 38 ساله در زمینه انرژی. و همه اینا من فکر کنم برمیگرده به سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین میاد این افراد رو لو میده، خود من رو خدا میدونه تا حالا چند بار به اصطلاح لو دادن که این جاسوسه. بعد اف بی آی و اینا وقتی میان صحبت میکنن میگن که آقا، میگم آقا شما به من بگو من چه چیزی رو میتونم به دیگران بفروشم، شاید اقلا یاد بگیرم، تا امروز بلد نبودم برم یاد بگیرم.
اینجا میگه که به گزارش نشریه لس آنجلس تایم، دو شهروند ایرانی آمریکایی به نامهای مجید قربانی و احمد رضا محمدی دوستدار توسط نیروهای فدرال آمریکا بازداشت و به جاسوسی برای ایران متهم شدند. مجید قربانی پیش خدمت 59 ساله یک رستوران ایرانی به نام دریا در جنوب ایالت کالیفرنیا است که بیش از 20 سال در این رستوران کار میکرده است. احمد رضا محمدی دوستدار مشاور انرژی 38 ساله ساکن لانگ بیچ کالیفرنیا است که در بین دوستان و آشنایانش به توپل شهرت دارد. FBI معتقد است این دو نفر برای جمهوری اسلامی کار میکردند و سعی در شناسایی اموال و تأسیسات یهودیان و اسرائیل در آمریکا داشته و در صدد شناسایی و معرفی اعضای سازمان مجاهدین خلق و برنامه آنها به جمهوری اسلامی بودند. گرچه شاید هیچگاه به نظر کسی نمی رسید این دو نفر جاسوس جمهوری اسلامی بوده یا حتی با هم هیچ گونه ارتباطی داشته باشند، اما ماموران آمریکایی برای مدت‌ها آنها را زیر نظر داشته و مدارک کاملی علیهشان جمع کردند. به گزارش آنها فقط طی تابستان 2017 تا بهار 2018 که این دو نفر تحت نظر FBI بودند، بارها به جمع‌آوری فیلم و عکس از یهودیان و به ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق پرداخته و مدارک جمع‌آوری شده را طی سفرهای خود به ایران منتقل کرده و با مقامات این کشور به اشتراک گذاشتند، از جمله فیلمبرداری از مراسم مجاهدین در واشنگتن دی سی و مراکز یهودیان در شیکاگو. شما نگاه کنید دوستان، این مراسم مجاهدین، خود منم خب میرفتم فیلمبرداری میکردم، یعنی آقای فیلابی به من میگفت میرفتم فیلمبرداری میکردم تو مجلس یا یه برنامه گذاشته بودن تو کانونشن سنتر، خودت میری فیلم برداری میکنی، خودشون تبلیغ میکنن نشون میدن. آقا من نمیفهمم این مجاهدین واقعا به کجا رسیدن. حالا اونا جاسوس بودن نبودن من خبر ندارم، احتمالا اینا رو هم پس فردا با 4 تا دیگه عوض میکنن. این جاسوس بازی بازی کثیف مال قرن 19 همه حتی، و الان دوباره رایج شده. میبینید اون دختره رو میگیرن، خانم اینجا میگن این جاسوس روس بوده، نمیدونم روسیه آمریکایی رو میگیره میگه این جاسوس آمریکا بوده، توی کانادا خانم رو میگیرن میگن این جاسوس ایران هست، اون خانم چینیزه. و روزگار غریبی است نازنین. میگه که تمام ایرانیان به خصوص تازه واردین به آمریکا تحت نظر هستند و به نظر درست هم میآید، همه تحت نظرن. وقتی هم ازشون اگه گفتی میگیم اگه شما کار خلافی میکنی که تحت نظر اگه باشی ناراحتی، شما میگی نه. مثل اینایی هست که مثلا پلیس دنبال با ماشین داره میاد، شما بعضی جاها اصلا بدونی که بخوای وایسی میزنی میری کنار یه 7-11 میگی بابا بریم نوشابه بخورم، اعصابم خرد شد از بس تو آینه اینا رو میبینم. آیا شما خلافکاری؟ خلافکار نیستی، ولی همین که همینجوری زیر نظر هستی اصلا ممکنه تصادف کنی، ممکنه کار خلاف کنی. در هر صورت اینم زندگی در قرن 21 و اینجا بهش میگن های تک ایرا، یعنی دوره‌ای که این تکنولوژی اینجوری شده. 60 مینیت بود یا انقدر از این فیلمای چیز من نگاه میکنم که دیگه نمیدونم کدومشه، نایت لاین، دیت لاین، 60 مینیت 2020 نشون میداد در رابطه با AI. AI چیه؟ Artificial برای A، آیشم Intelligent. Artificial Intelligent دوستان الان اینه که من به تلفنم میگم هوم، خونمو میدونه کجاست و هیچ وقت من نیومدم آدرس خونمو برای خودم بنویسم، ولی این میدونه که مثلا من با فلانی که داشتم حرف می زدم قرار بوده امروز بیاد اینجا برنامه داشته باشه، گفته آدرست کجان، گفتم this is my address. این artificial یعنی مصنوعی، intelligent. ما آدم های باهوشی هستیم، مصنوعی نیستیم که، خودمون هستیم. اونو خودشو چیز میکنه، خودشو تطبیق میده، میگه که این آقای فرهاد که از ایران میخواد بیاد، سوربی بهش گفته این آدرس منه، خب حالا که سوربی میگه خونه من، این آدرسشه. خیلی ساده است وقتی نگاه میکنی. بعد
من الان منتظرم که یه مدت دیگه یه کاری کنن، آقا دیگه این پلیس و این تفنگای اینجوری و اینا چیه، این بازی ها چیه، این وقتا تو شیراز میگفتن این قرتی بازی ها چیه، چرا اطفال میریزی، آقا ماشینامون یه کاری کنید اگه اینجا 55 بیشتر نریم. این اتوبوسای فیرفکس ماشیناشون اون وقتا بهش میگفتن رگولیتور، رگولیتور یعنی تنظیم کردن، رگولاری مثلا یه چیزی یعنی به صورت منظم، به صورت رگولیتور داشتن، از 45 مایل بیشتر نمی رفتن. بعد دیدن بعضی جاها این باعث تصادف میشه، چون همه دارن 60 70 میرن، این راننده اتوبوس با 20 تا بچه باید 45 بره و اصلا بعضی وقتا باعث تصادف میشه. خلاصه گفتن بابا رانندای انتخاب میکنیم و درسشون میدیم که تون نرن اینا، ولی رگولاتور رو به اصطلاح ور میداریم یا اون تنظیم کننده. برگردیم به این ماجرای جاسوسی، نظرتون راجع به جاسوسی چیه؟ بیاین تصور کنید که امروز یه سازمانی به نام آخوندای جمهوری اسلامی به شما زنگ میزنه، میگن شما آقای خوشنودی، شما چون تو کاری فال فرد خوشنودی میگه آقا بیکاری، حالا یک مجاهده بیاد دنبال من، شما چون تو کالیفرنیا هستی از فعالیت های مجاهدین مخصوصا آقا مرداد که شیرازیه به اصطلاح به ما اطلاع بده. الو آخوند شماره یک، الو من مجید هستم، او ببخشید اسمم اینجا گذاشتم محمد. ببینید این مرداد رفت تو تلویزیون اونجا نشست صحبت کرد. خب این مرداد که اومد تو تلویزیون نشست صحبت کرده، الو من مجید هستم، او ببخشید دوباره اسم خودم رو گفتم. آخوند شماره دو، میخوام یه خبر جدید بهتون بدم، مجاهدین قرار بیان نیویورک فوش بدن، قرار شده یه سری خارجی رو استخدام کنن. آخونده میگه آقا تمام عکساشونه ما داریم میبینیم که نمیدونه. خلاصه آقای اون مجاهدین، آقای فیلابی دوست عزیز، خودتون رو علاف کردیم. همین اف بی آی اینا بهتون گفتم یه دفعه یه آقای بود مال آرژانتین به نام موریسیو، این من رو گزارش داده بود به اف بی آی. وقتی اف بی آی اومد اینجا و تموم شد عذرخواهی کرد از من و رفت، بعدن به من اطلاع داد گفت که مستر سوربی ما این آقایی که شما رو ریپورت کرده بود، گزارش کرده بود، دیپورت کردیم به آرژانتین، در صورتی که اصلا وظیفه اینا نیست به من بگن. ولی طرف دید آقا این انقدر مزاحم اینون شده، هر جا میره میخواد یه چیز مفتی بخوره، طرف میگه باید پولشو بدی، شما میرید چلو کبابی، میگه آقا تعدیق داری، میگه نه آقا هنوز ساعت 12:30 ته دیگمون تعدیق نشده. میرم نهاری که خوردم زنگ میزنم، حالا نهارم خوب بوده، ارزونم بوده، نصفشم زیاد آوردم برای فردام، آقا یه چلو کبابی هست اینجا گزارش تهیه میکنه فلانه، یا حتی زنگ بزن به اداره بگه اینجا کثیفه. خب برای این اشکال ایجاد مزاحمت میشه. ولی تا کی اونا میتونن تحمل کنن؟ 4 بار اگه سوربی زنگ بزنه بگه این رستوران کثیفه، رفتن دیدن نه آقا کثیف نیست، که شما هر رستورانی هر وقت زنگ بزنی اونا میتونن ایراد پیدا کنن. ولی طرف میگه آقا این سوربی خصومت شخصی با این داره، دفعه دیگه که زنگ زد میگه آقا مگه این کثیف نیست، میگم چرا، میگه خب تو مرض داری میری اونجا، مردک برو یه جایی که کثیف نیست، مواظب باش. تکذیب خبر فوت آقای مسعود سعد. بعد خیلی ممنون دکتر بهیه جیلانی از پاریس، آقای زمانیان به شما میگه که خبر مرگ مسعود سعد به اصطلاح تکذیب شد. حالا من چون وقتی خبر مرگش رو برای من فرستادن، خبر دروغینش رو برای طرف نوشتم، که اول نوشتم خدا رحمتش کنه، به انگلیسی هم نوشتم rest in peace، rest in peace یعنی دیگه آسوده بخوابه. بعد نوشتم من 2 بار ایشون رو ملاقات کردم، یه بار وقتی که آمده بود اینجا با این آقای سبحانی که برای سنا ران میکرد و اتفاقا قرار بود بعدم بریم پهلو رضا پهلوی، که من گفتم من نمیام اونجا، اون بهبهانی و مسعود صدر رو اینها رفتن. و یه بارم من رفتم کالیفرنیا که یه دوستی که اینجا خانم الان دیگه فامیلش هم یادم رفتی واقعا بیچاره فوت شد رفت، این تعداد زیادی سی دی های شعر آقای مسعود صد رو به اصطلاح براش فرستاده بودن، مثلا اگه 2 تا خریده بود 20 تام فرستاده بودن که آقا اینا رو برای ما بفروش. بعد وقتی من داشتم میرفتم کالیفرنیا گفت من یه زحمتی دارم، گفتم چی؟ گفت این سی دی ها رو شما، گفت شما میرید تلویزیون مختلف؟
گفتم شاید یه سر بزنم و رفتم این کارم کردم. همه تلویزیون های ایرانی رو یه سر زدم به غیر از آپادانا که توی سان فرانسیسکو بود. خلاصه یه دفعه یه بسته دادم به ما که ببر بده به ایشون که همین سی دی های خودش بود. و تا اونجایی که من با ایشون صحبت کردم و آدم دیگه تشخیص میده، به نظر من یه آدم خیلی متملق، الانم اگه زنده هست میبینید دارم میگم، آقای مسعود سعد خیلی متملق و این شاعر مسلکیش، شاعر مسلکی مثل نمیدونم کیا بگیم اعتراضی نیست، بیشتر از این شاعر مسلکی در به کار بردن تملق استفاده میکنه. بماند، دو بار من با ایشون صحبت کردم، دو بار باهاش هم کلام بودم و بعدی خوبی ازشون ندیدم، ولی به نظر من در زندگی آدم ترسویه و هیچ اشکالی هم نداره. دوستان یادتون باشه، خود شما یه نگاهی کنید به خودمون. 20 سال پیش من به اندازه الان ترسو نبودم، 40 سال پیش به اندازه 20 سال پیش ترسو نبودم. به همین خاطره که بچه ها یه کارهایی انجام میدن که وقتی مسن‌تر شدی انجام نمیدی، مگر اون مسن‌هایی که استثناء هستن که یا مثلا قهرمان میشه یا میگن آقا این بیکله است، مثلا موتورسیکلت سرش بلند کن. نمیدونم این دوست ما میمد تپه تلویزیون، هر وقت میگفتن سر موتورسیکلت بلند کنی، موتورسیکلت 750 داشت، از این شکاری مکاری ها نبود و این خودش بلند میشد سرش می آورد پایین، تهشو بلند میکرد، میگه حالا که نمیتونم سر موتورسیکلتمو بلند کنم تهشو بلند میکنم. اینم از اینه. این خاطره من از آقای مسعود صدره، برخوردش رو با امید دانا اینا دیدم چه جوریه، فوش فوشگشیش رو که امید دانا بدونی که به این بگی صداش ضبط کرده، که واقعا هر کی به امید دانا فوش بده این امید دانا لیاقت فوش رو داره. بگذاریم که بعض وقتا چیزایی میگه که مورد پسند منم هست، ولی از اینکه این آدم نچسبیه کلا، اولا اون ادا و اطفاراش ابا خواهر بودنش تو سرش بخوره، من کاری ندارم، بره به هر کی میخواد بده، هر کی میخواد سوارش بشه، من کاری ندارم. همجنسگرا هست نیست، ولی دیدیم زن داره، زنشو میاره، زنش از ایران نمیدونم شنبلیله و زردچوب و اینا رو آورده بود، اینا که همه میگن ما اسیریم فرار کردیم، وقتی اومد فرودگاه بار زده بود. بماند این ماجرای امید دانا و اینها. و دیگه چی میخوام براتون بگم؟ بله، میگه سعید کاووسی داستانی میگه از یک کارگر سابقش که کشته میشه و یک ایرانی که با کاووسی مشکل داشته به پلیس میگه کاووسی اینو کشته و اون پلیس یقه خود اون طرف ایرانی رو میگیره که تو از کجا میدونی کاووسی کشته، و خلاصه جوری میشه که طرف میگه از سر دشمنی گفتم و جفنگ گفتم. خود کاووسی باید تعریف کنه، حتما اینو میگیم یه روزی کاووسی هم بیاد تعریف کنه. کاووسی یه مدت برنامه داشت، بعد به جای تعمیر ماشین و وسایل ماشین و اینها رفت خیلی به خانم ها حمله میکرد و اونایی که حمایتش میکردن یا سپورتش میکردن ادامه ندادن. بعد از اون یه مدتی هم برنامه داشت با آقای جلیل مرتضوی که از تو ماشین مینشست و با چیز برنامه میذاشت، اونم برنامه دلچسبی نبود. شما داری کار میکنی بزنی کنار جاده این تلفنتو بذاری اینها، البته اون موقع لایو اینجوری نبود به این صورت. خب دوستان عزیز، میبینم که سعید برنامه ما رو با دوستان شیر کرده، ازش تشکر میکنم. شما هم این کار رو انجام بدین، آقای فرهاد زمانیان هم این کار کرده، ممنون و متشکرم. اگه شما هم که تماشا میکنید با دوستانتون شیر کنید، به دو دلیل: برنامه منو دوست ندارید، برای دوستانتون بنویسید ببینید چی میگه. دوست دارید به دوستانتون بگین بفرما اینم شاهد از غیب، یا سربی آمد چی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، بگید سربی آمد دلیل آفتاب. ما امروز هی لیز میخوریم میریم پایین، نمیدونم چرا برف اومده ما سرسرک میخوریم. چی رو میگن شیرازی ها بهش سرسرک؟ سرسره شما میگین؟ نه، شما میگید سرسره. توی شیراز فکر کنم میگفتن سرسرک. بعد خیلی جالبه، یه کوهی بود اگه اشتباه نکنم نزدیک سعدی دلگشا اینجا بود، میرفتن یه طرفش صاف بود، این ور می نشستن سریع می اومدیم پایین، اون ورش یه کمی راف بود یا
دست چیز داشت با سرعت نمیاد پایین. میگفتن این سرسرک مسلمانان، اون سرسرک کلیمیان، اینایی که میگن ما در زمان شاه به کسی نمیگفتیم باهایی، به کسی نمیگفتیم کلیمی، به کسی نمیدونم نمیگفتیم فلان، بابا بود، شدت و حدتش کم بود، مثل آمریکا که نژاد پرستی بود، هیچ وقت از بین نرفته، شدتش کم شده بود تا یه احمق شارلاتانی مثل ترامپ بیاد. اینا که میگن کاتالیزور، میگن چی؟ میگن وقتی شما یه تو شیمی میخوندیم یه چیزی داشتیم مثلا میریختیم روش این رنگش فلان میشد، اینا میان به طرف رنگ میدن. اینه که الان میبینیم نماینده مجلس آقای کینگ احمق میاد میگی که سفید نژاد سفید و فلان بیسار اینا که هیچ عیبی نداره، نمیدونم وست سیویلیزیشن فلان اینا، حالا همه اعتراض کردن که آقا اینو یا تنبیه کنید یا بله سنگ سرسره. شما حتما دیگه این مجید از من جوانتره، ولی میگفتیم سرسرک فکر کنه، حالا شما میگی سنگ سرسره، کجا بود اون دوتا سنگ بود؟ یادم نیست اصلا دیگه، الان نمیتونم لوکیت کنم. ما اون وقتا اون بلوار پیرنیا پل نبود، نمایندگی پیکان دایی آقای کاردان هنوز نیومده بود اونجا که به اصطلاح نمایندگی پیکان و اون استاندار پیرنیا پل بسازه. ما با دوچرخه از اون میدون ولیعت میرفتیم، دوچرخمون رو میگرفتیم دست، یکم هم اگه بارونی چیزی بود اونجا با تو آب را میرفتیم، میرفتیم اون ور، بعد میرفتیم بالا، میرفتیم سعدی و اینها. آقای کاظم صدیقی عزیزم، الان نمیتونم بهت جواب بدم یا بذار من جوابت بدم بگم بعدا با هم صحبت میکنیم. بله اجازه بدیم ببینم این، آره نه نرف رف روی فیسبوک فیس تایم، نمیدونم چی چیه این ماجرایی که زنگ میزنن. من برای اسکایپ نوشته بودم که تماس بدون قرار قبلی ممنوع، ولی این دوستمون آقای صدیقی لطف کرد، قبلا هم زنگ زدن و اون موقع نبودم، حالا که زنگ میزنن برنامه زنده دارم. میگن که ریاستی میگفتن، نه آقا ما اون وقتا مثل شما تیتیش مامانی نبودیم، ریاستی میاستی چی بود؟ میگفتن اینجا مال جودانی و مال مسلمان. خب خلع لباس دائمی حسن آقا میری اعلام شد و میگن خیلی معروف بوده روی تلگرام، اونجا با ایرانیا بیشتر، مثل که تلگرام و اینستاگرام بیشتر میتونن ایرانیا استفاده کنن، به همین دلیل هست که آخوندا دارن تلاش میکنن اینستاگرام رو یا اصلا توقیف کنن یا فیلتر بذارن اینها. و خیلی جالبه خود پوفیوزشون همه حسابا رو دارن، همین احمدی نژاد، والله چی بگه آدم، اینا میگن کلیمی بوده قبلا، همین احمدی نژاد نابکار الان میاد از طریق تلگرام هپی نیو ایر انگلیسی میگه به مردم، یا توییتر، خودش یکی از اونایی بود که اینا رو به اصطلاح باعث شده فیلتر کنن، من کنن، جلوگیری کنن و الی آخر. این هم از خب ببینیم که دوستمون چی میگه. انشالله بله میگم که بعد پس داری برنامه رو میبینی. خب اگه برنامه رو میبینی چرا صدا پیامی که گذاشتی اینقدر خسته بود، از خواب بیدار شدی یا مریض بودی؟ شما ماشاءالله همیشه قهرمانوار، بیچاره یاد حسینم به خیر زدی، عینک و عینکش رو شکستی، الان اینجا در زندانه و باید چیز کنه، حبس ابد. و یه دفعه من بهش گفتم میخوای تو تلویزیون ماجراتو بگم شاید کسی پیدا بشه کمک کنه و اینها، گفت نه نگو چون خانوادم در ایران نمیدونن. اینم از اون ماجراهای این بیچاره، پولاشو داد به یه دختر خانم ایرانی، دختر خانم آمد اینجا با پول اون رفت ازدواج کرد یا دوست گرفت، وقتی این آمد دید که پولا رفته، اینم رفت یک کار اشتباه و خطایی کرد که سعید برای من اون روزنامه رو فرستاد که یک ایرانی میگفتن دوستش رو تو ماشین آتیش زده، ولی تو اون ریپورتی که من خوندم گویا رفته بوده دم خونش وایساده بوده، وقتی اون اومده با ماشین زده به ماشینش فرار کرده، ولی خلاصه اون دختر مرد. حالا ببینید چه داستانها. یه نفر بیاد تو آلمان اینقدر کار سخت انجام بده، پول جمع کنه، پول رو یکی دیگه از ایران بلند شه بیاد اینو فریب بده، پولاشو برداره که من دارم میرم آمریکا، گرین کارت دارم، فلان دارم،
کارتو درست میکنم. وقتی میاد اینجا به هر دلیلی، اون اونجا گیر میکنه، این اینجا، غافل از این که آمریکا میاد از این لاتاریای گرین کارت میذاره، اون آقا اقدام کرده بوده گرین کارت برنده میشه میاد اینجا. دوستان، اینایی که گرین کارت برنده میشن، ای کاش واقعا اینایی که به مشکل برخوردن میومدن. دیدم رادیو فردا یه برنامه گذاشته، گفته اینایی که تو 40 سال انقلاب حالا یا بچه بودن یا بعدش دنیا اومدن، بیان بگن. اتفاقا مجید خوشنودی و اون آقای مجید نوروزی اینا برن بذارن. دیدم اون آقای منافیه یا مافی، یکی از اینها که خودش تو کار رادیو تلویزیون بوده، گذاشته و کار جالبیه. ای کاش شما دوستانم میومدید، ولی الکی نه زنگ بزنی من اینجوری شدم اینا، حاضر بشید 10 دقیقه بیای برای دیگران صحبت کنی که آقا شما زن داشتی تو ایران، زندگی داشتی، بیزینسی داشتی، رئیس بودی، باغبون داشتی، کارمند بود داشتی، کارگر داشتی، بلند شدی حالا یا خودت یا خانمت، هی عشق آمریکا آمریکا آمریکا، همه چیزها رو به آتش کشیدی، آمدی آمریکا، تا پاتون رسید آمریکا از هم جدا شدی، الانم دیگه چی میگن، نه روی در وطن داری، نه در قربت دلت شاد و نه روی در وطن داری. میگه اینجا تصویر فریز شده، والا اینجا هم همینجوری شده. بذار ببینم انکودره یا این، یکم صبر میکنید من یه خاموش روشن کنم، یکم صبر کنید. خوبیش بگی که دوستان ما آدم های خوبی هست، صبر میکنن. اینو من سیبش میکنم، این وید بلستر ما شاید چون قبلنم چند ساعت کار کرده الان اینجوری شده. بذار ببینم اینو خاموش کنم دوباره روشن کنم. یه دوستی ما داشتیم، آقای کوروش وحدانی اگه اشتباه نکنم، این اون موقع ما یه سیستمی داشتیم قبل از این سیستمه، اون با ویندو XP بود و اینها. بله اگر تصویر سیاه شده اینها وحشت نکنید دوستان، یک لحظه صبر کنید. و اون بعضی وقتا خاموش میشد. بذارید ببینیم کجا به کجا هستیم. خلاصه صدا که دارید هنوز نه؟ اون خلاصه خاموش میشد، من قشنگ به مردم میگفتم سیستم خاموش شده، بعد روشنش میکردم. میگو خیلی جالبه، تو دیگه هیجان زده نمیشی. گفتم من به بچه هامم یاد دادم که آدم باید مواظب باشه اتفاق نیفته. حالا اگه یه اتفاقی افتاد باید هولش، خیلی قشنگ سر دل استراحت، شیرازی ها میگن سر دل استراحت، کارتو انجام بدی. ببین ممنونم، مجید میگه تصویر هست. اون کوروش میگه که جالبه، تو وقتی قطع میشه همینجور داری با خودت حرف میزنی انگار که ما اونجا هستیم و به ما میگی که ما قطع کنیم و برگردیم و بریم و بیایم ریستارت کنیم، و وقتی میای ما میفهمیم که مثلا نصف جملت این بوده نصف جملت این. گفتیم خب حالا دیگه مهم اینه که همدیگر رو بفهمیم، همدیگر رو درک کنیم. ممنونم، این تصویر حالا میارم، اگه فریز شد ممکنه این دفعه دیگه یه عکسی نشونتون بدم. بله این از همین وید بلستر بود. وید بلستر ما، من جدیدش هم به هم دادن، ولی جدیدش برای ویندوز 10 هست و من هنوز روی این سیستم کامپیوترم ویندوز 7 استفاده میکنم. مثل که آمدین شما اونجا. بذارید ببینیم توی فیسبوک تصویر دارین نه؟ حالا ببینیم توی این یکی چی؟ بله اینجا هم تصویر داریم، تا ببینیم چی میشه. رفتیم که رفتیم، نه آمدیم. درستیم؟ یا بازم فریز شده؟ بازم فریز میشه. یه چیزی رانگ، نه خوب نشد، الان اینجا باز فریز شد. میدونید همون سی پی یوزج یا هر چی، این وقتی بالا میره، حالا من اون دفعه این اشکال پیش اومد، بعدن که برنامه تموم شد گفتم نگاه کن مثلا انکودر 3 تا باز کرده بود. خب هر کدوم از اینا اب نداره، همینجوری با عکس ما خیلی هم خوبه، از تعجب انگشت به دهان گرفتیم و داریم با شما صحبت میکنیم. البته شما نوشتی خوب شد، خب امیدواریم که خوب شده باشه، ولی اونجوری نیست. خب بذارید بخونیم براتون ببینیم چی. آمبولانس که دوستمون آقای بیژن جعفری فرستاده، میخواستم نشون بدم، حالا نمیدونم با این اوضاع و احوال میشه نشون بدم یا نه، میذاریم برای بعد. چند تا خبر آقای حسن خزائی فرستاده، میذاریم برای بعد.
حراجی های قلابی رو میخواستم نشون بدم که یک خانمی به نام آرزو روی ویدیو روز میگه خوب بود، دوباره دست زدی فریز شو. بذار ببین الان مینیسه که حالا تازه مینیسه 57% CPU usage الان شد 69. نمیدونم یه چیزی اون پشت داره کار ما رو اسلو میکنه. من دیروزم تلاش کردم که با این آقای دکتر کوروش زعیم تماس بگیرم و وقتی که نشد واقعا دیگه گفتم حتما دارن چوبای بزرگتر لای چرخه. کسی هست که با تلفن برنامه ما رو گوش بده؟ این ما رو گوش بده یعنی ما رو، برنامه من را. نه، something wrong با این اب نداره. حالا ما حرف میزنیم با حرف میریم ببینیم چی میشه، آمینی اصلا داره میریزه به هم همه رو. ولی اون یکی تنها نیست، چون این فیسبوک هم هی مینیسه all your friends were selected, thanks for using Facebook, invite all, if you like it please share. بذار ما شیر رو بزنیم تا بلکه از سرمون دست برداره. حالا یا ریتش کنیم، ریپش نکنیم بد نیست. میگه من با تلفن میبینم. نه، با تلفن که میبینی، شما با تلفن خودت داری فیسبوک رو نگاه میکنی یا یوتیوب رو نگاه میکنی. ولی اونی که من میگم با تلفن شمارش اینه، بذار برات بخونم شمارشه. والا مینوشتیم اون وقتا دیگه پیر شدیم، هرچی هم میگیم چون پیر شدی سربی از این تلویزیون بیرون رو، کسی نمیاد جای ما رو بگیره، یا کسی به حماقت ما نیست یا کسی به زرنگی ما نیست. حالا دوتاشو میگیم گول خودمون میزنیم. ببینیم اینجا کار تو لیسن، نگاه این شماره رو بنویس آقای مجید خان و دوستان دیگه. 605 475 58 83. پس شد 605 475 58 83 کال تو لیسن. این شماره برای موقعی که شما یه جایی هستی بندویتت به اندازه کافی نیست، اینترنتت از اونایی که اون وقتا مثل پول میدادیم چیز نمیکرد، چی میگفت، دیتا تموم میشد اینها. نه، definitely something way too slow. Live CBS with Blaster. حالا دیگه بدبختی هم اینجوریه، اینم وقتی من بهتون میگم ما خودمون آمدیم به دست خودمون رو چند شقه کردیم، یک رونشو دادیم یوتیوب، یک دستشو دادیم نمیدونم فیسبوک خودم، یه دستشو دادیم فیسبوک مردم، یه دستشو دادیم به اون یکی دیگه نمیدونم چیه، OBS مال یوتیوب زنده است، یکیش مال مردم تیویه. حالا ملت میگن آقا اینقدر روزه نخون، حرفتو بزن. راستم میگن. خب آمبولانس رو نمیتونم نشونتون بدم و امروز میخواستم پوز بدم بهتون بگم اونایی که ما را از یوتیوب به صورت زنده میبینید اون DVR درست شد، یعنی شما میتونید هر زمانی گویا اون رو تا 2 ساعت ببرید عقب و میخواستم اینو نشونتون بدم که اصلا کار نمیکنه. اصلا این ماوس ما هم فریز شد و به غیر از این که هوا اینجا بس ناجوان مردان سرد است، کلمه فریز همون مثل طرف خشکش زده، از سرما آدم خشکش میزنه، اینم همینه. و من فکر میکنم این کروم داره یه اطفاری میریزه، ولی نه، از اون ور این تصویرم داره. بله، خب دوستان عزیز باز برگشتیم. حالا اگر هستیم یه جایی هستیم، اگه نیستیم تصویرمونم تا یک لحظه دیگه بهتون میفرسیم. و چیز دیگه، وقتی حمایت نکنید ما هم دلمون نه، شما هم هستی، وقتی حمایت نشه ما هم وسایل جدید نمیخریم، با همین وسایل ها هی زور خودمونو میزنیم. الان این مثلا میگی باید 10 ثانیه صبر کنید، وقتی منتظر هستی. اون شعره بود گفت که هر دقیقه به 200 سال گذشت. خب حالا شما تبدیل کنید، یک کسی که ریاضیش خوبه اگه دقیقه
میشه 200 سال، 10 ثانیه چقدر میشه از لحاظ روز زمان ما؟ در صورت دوشنبه است، 24 دی ماه، این قسمت دوم برنامه است. عذر میخوام از اونایی که با ما بودید اگر قطع شد، امیدوارم این بار دیگه درست کار کنه. فقط بذارید ببینم اینم داره کار میکنه، والا اونم داره کار میکنه، تلفنم داره کار میکنه، بیاریم حالا اگه کار میکنه چی رو بهتون نشون بدم. این خبر خوبی که اون روز دوستان گفتن که آقا در حین برنامه زنده DVR کار نمیکنه. DVR هم سعید برامون فرستاد، یعنی دیسک، من فکر کنم دیجیتال بگیم بهتره، دیجیتال ویدیو ریکوردینگ، چون دیگه الان دیسک هم نیست، حتی اون چیزهای مکانیکی از بین رفته کامپیوترها، و دیجیتال اگه بگیم مثل کارت، شما تلفن میبینید میگه فیلم رو نشون بده، دیگه فیلمی نیست، یه کارت انقدیه. اینجا هم داریم ما همینجور هر جا میریم ریخته. بله اینجا مثلا این 32 گیگابایت، این 8 تا فیلم سینمایی خوب میشونه شما بذارید. در صورت دیجیتال ویدیو ریکوردینگ، اینم بهتون به این صورت نشون میدم، یک روی تلفنی که دادید زنگ زدم صداتون هست، خیلی ممنون. اون تلفن رو نگه دار، اگه یه جای هستی نمیخوای تصویر نگاه کنی، اون به نظر من بهتره، به شرطی که تلفنت مجانی باشه. یه چی براتون بگم، من وقتی سفر میرم راه دور، ایستگاه مثلا شما 97.1 اینجا میگیری، میری بالتیمور نمیگیره، چون رادیو معمولا برای لوکال بود، به غیر از حالا این سیریوس چه چیه، این سیریوس من نمیدونم اسم چه ماهواره یه چیه گذاشتن روی اون ماهواره های رادیو های ماهواره ای که به ماشینتون میفرسه، اونا هست که همه جا میگیره، و خیلی از این کامیونا و اینا برای که یه استیشنی رو که دوست داره بگیره رفته پول داده، اونا رو با ماهی 8 دلار 9 دلار 5 دلار بعضی وقتا 20 دلار بسیاری داره چه بگیری. ولی با این تلفن شما و این شرکت، قبلا اسمش بود آدیو ناو، الان عوض شده، گذاشته زینو، اصلا شماره تلفن ما رو هم عوض کرد. میگم بهش خانم، میگم خب خانم شما این کار اینجوری که حالا درست مجانی به ما این سرویس میدادی، براشم مثال زدم، گفتم مثل این میمونه که من بهت بگم مجانی میام سر راه سوارت میکنم میبرم سر کار، بعد نیام، بعد که بگی نیامدی بگم خب تو گفت من که تو حقوق به من نمیدی، که این بدتره، با تعهد داشته باشیم حتی اگه مجانی. در هر صورت بیایم صفحه مردم تیوی، اینو من بهتون نشون بدم، چون اینجا نوشتم که دی وی آر رو نشون بده، علامتم گذاشتم، گفتم یه کمم پوز بده، ما اهل پوز دادن نیستیم، همینو اون چیزی که خودمون بلدیم، اون چیزی که خودمون یاد میگیریم به شما هم یاد میدیم. این صفحه تلویزیون مردمه، اگه شما به غیر یعنی چیزای دیگه‌ای نمیبینین یا میبینین، تقصیر براوزرا یا اون انجینای جستجوی شماست. اگه مثلا با اینترنت اکسپلورر ندیدید برید با فایرفاکس، اگه با فایرفاکس ندیدی برو با اون یکی دیگه چیه، کروم، با کروم ندیدی برو با اپرا، اگه با مک و اینها هستی با اینترنت معمولی نمیبینی برو سافاری مال خودشون. اینها رو شما هی باید عوض کنی. اینها حالا که اینجا هستیم یه تبلیغی هم برای این دوستان بشه، اندیشکده.net، آقای امیرحسین لادن، شما هم میتونید اینجا آگهی داشته باشید، روزی 3 دلار، والا دیگه روزی 3 دلار من نمیدونم چیه. اینم اینجا لیسن لایو یا پخش زنده، چون ما اینو از یه رادیوی کش رفتیم فقط نوشته لیسن. حالا اینو که کلیک میکنید میبردتون توی یوتیوب، و یوتیوب اینجا برنامه زنده رو، حالا من صداش زیاد میکنم، ببینید چقدرم چیز کمه ها، چی بهش میگن تأخیر کمه. حالا چون ما تصویر تو تصویر میبینیم طبق قانون فیزیک میشه چی؟ میشه بی نهایت. ولی میخوام من یه چیز فقط اینجا بهتون نشون بدم، این تصویر رو نگاه کنید، این خط ماوستون رو که میارید این خط قرمز میبینید، الان این آخرش میگیری میاری عقب، اون روز نمیتونستی، الان ببینید میتونید بیاریش اینجا. بعد اگر 5 ساعت 6 ساعت ما برنامه اینجا گذاشته باشیم، 4 ساعت 2 ساعت هرچی، فکر کنم شما میتونید تا 2 ساعتش رو ببرید عقب. دیگه من فکر نمی کنم هر قدم عقب افتاده باشیم بیشتر از 2 ساعت ما نمیخوایم تو زندگی عقب بریم. حالا این برای چیه؟ این همین DVR که رو تلویزیونم بعضی‌ها داریم، یه چیزی رو گفته شما درست نشنیدید،
تنفس رو متوجه نشدی، آدرسی رو متوجه نشدی، اینو برمیگردی و به اصطلاح اونجا نگاه میکنی. بعد برای اینکه برگردید سر جای اولی یا همون ماسماسک رو بگیرید بکشید all the way to the left سمت چپ، یا صفحه یوتیوبتون رو که دارید نگاه میکنید ریفرش کنید. ریفرش هم یعنی تازه کردن. looking good YouTube in on YouTube and Facebook. ممنونم که هر دوش رو امتحان کردی. DVR اونم امتحان کن. DVR از اون روزی که شما نوشتی دیسک ویدیو ریکوردر رو، اون دوستمونم گفت کار نمیکنه، رفتم یه کمی خودم رو ادوکیت کردم و تنظیمات پخشمون رو عوض کردم، درست شد. ممنون ممنون. من از شما چی یاد میگیرم؟ شما هایی نشستید درست هم میگید، والا میگید آقا ما اومدیم برنامه شما رو نگاه کردیم چیزی یاد نگرفتیم. بابا من دارم کلکتون میزنم، من از شما یاد میگیرم. اینو خانم چیز بالاخره فهمید، خانم لیلا، و الحمدلله یه رادیوی پیدا کرده که راضیه. بهش گفتم دیدی بهت گفتم هی اینجا ننویس، من فقط برنامه شما رو نگاه میکنم، چون تمام رادیو تلویزیونای دیگه آشغالن. به اونام نگو آشغال، اونام بیننده خودشون رو دارن، اونام شنونده خودشون دارن. خوراک هیچ وقت رفتین با دوستون میری مثلا یه جایی، حالا ما مثلا چی مثال بزنیم که دیگه این سمم شکایت نکنه، چلو کباب. میریم اونجا مثلا، من میگم اولا خیلی ها هست تو رستوران به جایی که خودش نگاه کنه ببینه چی میخواد، هی از این اون میپرسه تو چی میخوای، تو چی میخوای، تو چی میخوای. من شکمون دیگه وقتی میرم میشینم نگاه میکنم ببینم امروز میلم چیه، مثلا میگم که خب کتلت میخوام. آقا خانم شما اگه نمیخوای نگو آقا کتلتش که آشغاله، یا کتلت آشغاله، چرا کتلت میخوری، کتلت آشغاله. حالا گیرم که یه دوست شما آشغال میخوره، ولش کنید، بذارید راحت باشه. در هر صورت داشتم چی میگفتم نمیدونم، این برنامه که خاموش روشن میشه عقل ما هم خاموش روشن میشه. امروز دوشنبه است 14 ژانویه برابر با 24 دی ماه، و آها آمبولانس بیژن جعفری رو بهتون نشون بدم. این اوبر که اون وقتا شما وقتی میخواستی تاکسی بگیری بری فرودگاه باید زنگ میزدی، اونا از اونجا میومدن شما رو میبردن. بعدن که حالا دیگه رادیو درست شده بود و اینها، میگو که یه نفر تو ایریا شما از زودتر میاد سوارت میکنه. ولی الان این اوبر که درست شده، شما قبل از اینکه زنگ بزنی نگاه میکنی مثل مورچه اینا دارن مثلا دور خونه ما، میبینی 20 تا اینجا، نمیدونم نزدیک بیمارستان 30 تا اونجا، فرودگاه من 308 تا منتظرن فلان اینا. یه کسی اسرائیلی هم هست دیگه، اومده فکر کرده خانم ها رادیوی قشقایی رو دوست دارن. خب بفرما، شما بیا تبلیغ مجانی برای آقای قشقایی کن. آقای قشقایی شما یه روز بهش زنگ بزن بگو آقا شما عقیده سیاسی چیه، اینا زرنگن، اینا از اشتباهایی که ما کردیم تجربه پیدا کردن، بعد جامعه ایرانی رو بهتر از من میشناسه، میدونه که جامعه ایرانی شما اگه یه زنی هم دیدی زشته، یه آقایی هم دیدی گوشش اینجوریه، بگو ماشاءالله چقدر هندسامی، چقدر خوشگلی، دوباره فردا زودتر میاد. من اگه یکی گو آقا قیافه من چیه، میگم همچینم چیزی به دل نمیزنی، چی میگفتن سنگی به دل نمیزنی. در هر صورت بله، این دوست ما داریوش قشقایی شما برنامهشو گوش بده، چه موقعی که تو ماشینه که هر لحظه شما الان فکر کنی داره تصادف میکنه، یه برنامه دیگه هم یه تلویزیون راه انداخته، اینا همشون کپی آمریکاییان، هیچ عیبی نداره کپی کردن، ولی خودشون نیستن چون کپی میکنن. حالا آقای قشقایی برنامه گذاشته، یه تلفنی دستشه، یا رادیو موزیکی که مثلا گذاشته، موزیک رادیو رو اونجا میذاره، شما صحبت میکنی، همینجوری رانندگی میکنه. شما به من بگو که اینا درباره چی صحبت میکنن. برنامه رو نگاه میکنی میبینی یکی آمده، اولا میگن وایس تا دیگرون هم بیان، انگار مثلا اتوبوس حالا 20 تا بلیت فروختن 18 تاش اومده، و اگه اینا برن تا فردا یا تا پس فردا دیگه اون نمیتونه بیان، وایس تا اینا بیان. به همینایی که اصلا احترام نمیذارن برنامه رو شروع کنن، اونایی که بعد میرسن خب یا بعدن اولش نگاه کنن یا اصلا نگاه نکنن بمانن. در هر صورت بله، نه فقط اون، آقا اینجا چرا الان یه پروگرامی هست لاکس LUX IPTV، شما یه دستگاهی میخری 70 دلار، 2500 تا کانال تلویزیون بهت میده،
چرا؟ برای که مردم فرق میکنن و متاسفانه هر کسی میخواد اون چیزی رو که دوست داره همون موقعی که وقت داره هم گوش کنه هم تماشا کنه. این شده که هیچ که حاضر، آقا خونه ها نگاه کن، بچه حاضر نیست با شما بشینه تلویزیون نگاه کنه، آقای با خانمش حاضر نیست تلویزیون نگاه کنه، هر کدومشون برای خودشون یه دستگاهی دارن. تازه اگه تظاهر کنه آمده نشسته اونجا، مثل مجید آقا تلفنشو در میاره یواشکی میزنه یه جای دیگر رو گوش میکنه. هم که دیگه الان گوشی های بی سیم هست میکنن تو گوششون، تا اصلا نمیفهمی که این داره با تو حرف میزنه. یه چی براتون بگم، داشتم میرفتم یه جایی، اون کسی که براش اون روز کار میکردم گفت الان داری میری؟ گفتم بله. گفت پسر جوانه ماشینش مادرش خراب شده نیاوردتش، میتونی اینم ببری؟ گفتم اینم اومد نشست. ما شروع کردیم صحبت کردن، هر چی میگفتیم دیدیم اصلا حرف نمیزنه، گفتیم یا انگلیسی ما رو نمیفهم. بعدا دیدم کرخر یه چیزی گذاشته تو گوشش، صداش از اون و فکر کنم همچین میرفت تو گوش این که از این ور میومد. من گفتم اون وقت حالا گوشی تو گوشت بود؟ گفت آره از این وایرلس هاست. گفتم آخه هیچ چی نمیبینم بیرون. گفت نه از این ایرباده، اینایی که برای ورزش و اینا میدونن مثل سمعک میکنن تو گوششون. صحبت از سمعک شد، اینم آیا میدانید برای پتیک، آیا میدانید 40 میلیون آمریکایی گوشاشون کم شنوا هست، یعنی قدرت شنواییشون رو از دست دادن؟ حالا یا موزیک بلند گوش میدادن یا محل کارشون کارخونه‌ای بوده که 40 میلیون. اگه جمعیت آمریکا رو 320 میلیون فرض کنیم، یعنی از هر 8 نفری یه نفر گوشش سنگین، میگفتیم دیگه نه، گوشش سنگینه. حالا این فاجعه نیست، فاجعه اونجان که اینا این 40 میلیون نمیتونن سمعک بخرن. از این فاجعه بزرگتر اونجاست که سمعک 40 دلاره 50 دلاره، ولی شرکت هایی که اینا رو میسازن مثل الماس، الماس یه سنگ بیخاصیتی میکنه 1000 دلار. شرکت هایی که اینا رو میسازن یه موناپولی بازی میکنن. موناپولی یعنی یک انحصار طلبی، چیزی که شما نمیتونی کمتر از 500-600، حالا که خوب شده اون وقتا 2500-3000 دلار بود سمعک. بعضی هاش با این چیزی که تو تلویزیون تبلیغ میکنه مجبورن بگن اگه میخوای صدای پرندگان رو خوب بشنوی، یعنی چی؟ هلو آقایی که گوشت کره، اینم همون کار سمعک رو میکنه، 10 دلار بده بذار تو گوشت، حتی بذار تو مهمونی ها گوشیش ببر بالا، از اون پشت طرف که اینجوری بکنه سلام علیکم کنه، ببین بهت میگه چاکرم یا میگه پدرت، گروه پدرت، گروه فلانت. اینا هم هست. حالا از فردا همه ایرانی ها دو گوش میان توی مهمونی ها جاسوس چی اسمش دارن ایز دراپینگ، یعنی دارن شنود میکنن، ایز دراپینگ میگن نه. اوکی خب من اینو یه ریفرش کنم بریم توی صفحه چی میخواستم بهتون نشون بدم. آمبولانس برگشت، کجا بودیم کجا رفتیم؟ آها، یه کسی آمده دیده که وقتی شما به آمبولانس زنگ میزنی، تازه حالا اگه تو شهر بزرگ باشی و مجهز باشن و بیمارستان باشن، این آمبولانس که را میفته حالا تازه میاد تو ترافیک گیر میکنه. گفته خب ما چرا؟ حالا بله تو آمریکا بهتره، هر جایی آمبولانس داره، آتش نشانی داره، چی داره اینها، ولی گفته چرا از این بیشترش نکنیم؟ چجوری؟ یه چیزایی درست کرده مثل، یعنی موتورسیکلته مثل وسپا، پشتش یه جعبه بزرگی گذاشته، بعد مجانی میده. مثلا خوشنودی میگه آقا من حاضرم مجانی کار کنم، سوربی هم حاضر مجانی کار کنه، سعید هم حاضر مجانی کار کنه. شما وقتی زنگ میزنی قبل از اینکه آمبولانس بیاد، سوربی، مجید، سم، اینایی که نزدیک شما هستن تو 2 دقیقه 3 دقیقه به شما میرسن. معمولا اینا لازم هم نیست خیلی همه چی رو بدونن، همین دستگاه شوت بزنن یا بلد باشه حتی اینجوری اینجوری کنه، چون طرف اصلا بچهش اگه داره میمیره دلش نمیاد سینه بچهش رو فشار بده، فکر کنه استخونای دندهش میشکنه، در صورتی که واقعا بعضی وقتا میشکنه. همچنین باید فشار بدی که این فشار قلب رو دوباره به حرکت بندازه. اومده یه چیزی درست کرده، حالا من چرا اینقدر توضیح میدم، خودتون بیان نگاه کنید. بریم سراغ آقای بیژن. من نمیدونم اینایی که ژن دارن چرا میگن ما بیژنیم. خب بیام اینجا، بریم اینجا
ببینیم برامون چی گذاشت. این فیلم رو بهتون نشون بدم تا فعلا سیستم ما همکاری میکنه و بریم تو مسنجر که ویدیوها رو بتونیم درستتر و بهتر و خوبتر و شیکتر نشونتون بدیم. و اما یک نگاهی، بله اینجا داشته باشید، این کپچره، اینو بهتون نشون بدم. اسم روی فیلمم نوشته که این آقا چجوری سریع ترین آمبولانس رو ساخت. حالا من فکر کردم پرواز میکنه ولی پرواز نمیکنه. ببینید چجوریه. صداشم باز کنم. The following video is about a guy who is the fastest to save your life. But first, let me tell you what the problem is. Imagine you're in a remote area. You get a heart attack and you call an ambulance. For that ambulance to get to you, it has to drive all the way through traffic and narrow streets. And by the time it gets there, you are dead. This is how millions of people die every year. خب این همین اولین قسمت اولش. این پسر کارهای قشنگی انجام میده، مثلا یه ویدیو راجع به مالزی درست کرد و کشورهای دیگه و خیلی جالبه، حتما نگاه کنید. ولی اولین اشتباهش این بود که میگه شما تصور کن یه جای دور افتاده هستی و وقتی زنگ میزنی آمبولانس. اولا حالا همون سرویس ها هم اگه بذارن، کسی که نمیره تو درخت ها بشینه با موتورسیکلتش منتظر این آقا. اونی که میره ریموت ایریا، جاهای دور افتاده، خود به خود یعنی خطر نرسیدن به خدمات از خودش داره، اون خطرات رو داره میبره بالا. در اصل اینه، این آقا آمده یه موتورسیکلتای رو باز نگاه کنید. And me, the teacher, the engineer, and the student. He trained them for months, gave them medical supplies and an ambulance. And he let them go back to their normal life. And every time someone calls for help, his technology finds the closest volunteer that can help. Think of it like Uber, but this is for free and we save lives. They drop whatever they're doing, arrive on this answer in... خب دیدید دیگه خلاصه مشروعش. خیلی خوشحالم که من اینو نشون دادم که آقای خوشنودی بگی بنویسه که من اینجا شنیدم اگه به مصدوم برخورد کردید دست نزنید، چون ممکنه بگن بیشتر صدمه زدی و دست نمیزدی بهتر بود. دقیقا همینه. خیلی از اینایی که تو تصادف بدونی که وارد باشن میرن به دیگران کمک کنن، گردن اون مصدوم رو میشکنن، آسیب میزنن به نخایش. اینایی که بعد از یه تصادف فلج میشن، بیشترشون کسایی رسیدن بهشون که بلد نبودن، گرفتن طرف کشیدن. دستاتی که اگه این وارد باشه، این اول یادت میده آقا مجید، اول یادت میده، بعدم این پول موتورسیکلت و وسیله و اینا رو حالا یا خودت میگی آقا من دارم خودم میذارم، یا اینکه یه شرکتی پیدا میشه کمکت میکنه. بعد حالا دیگه میگه وقتی داری کار میکنی هر چی تا زنگ زدن بلند میشی میری و اینا. اینم مثل اوبره. شما الان بعضی وقتا از طرف میگه اوبر بهش زنگ زدم، وقتی اومده 10 دقیقه دیر، میگم آقا تو نشون داده 3 دقیقه، نشون داده که مثلا دفتر میخواسته بره توالت تو 7-11 جایی همینجور چیش روشن گذاشته، مسافره هم گرفته بعد اومده. یعنی همه این چیزا محاسنشون میاد، فکر خوبه میاد، همراهش اشکالات هم میاد. ولی اون که دست نزنیم، آقای کاردان یه مدت پیش اینجا که بود تعریف میکرد، میگفت که در همسایگیشون، میگفت که یه تصادفی شد، یکی افتاد و این مردم، میگفت همه هم اونجا ایرانی بودن، مردم دورش جمع شدن، گفت که یکی میگفت این کار کن، یک گفت من رفتم فقط اینا رو چیز کردم، گفتم بابا یک کم وایسید عقب، اگه یه آدم سالم الان این پایین بود، همه شما رو سرش هجوم آورده بودید، این نفس برگشت شما و گاز کربونی که شما اینو خفه میکرد. این افتاده اینجا
برید عقب، اگه کسی ولده، نرس، پرستار، دکتر، اون بیاد جلو. گفت ما تا همینه گفتیم، آمبولانس رسید و اولین چیزی که گفتن اگه این دورشو به اصطلاح شلوغ کرده بودین این میمرد. بعد بعضیا وحشت میکنن، طرف افتاده زمین، حالا 8 نفر، همین هواپیمایی که تو ایران از رانوی رفته بیرون، میگه پلیس و گروه امداد وقتی آمدن اول مجبور شدن مردمی رو که آمدن تماشا، این روزا لابد همه با یه تلفن بزنن بگن برو، نبزنن یعنی دور کنن، احتمالاً میزنن. در اصل خیلی ممنون که این سلام خلوتی از ایران سلام میکنه، میگم این سلام، این موضوع رو گفتی، این موضوع درسته، اگه وارد نیستید لازم نیست کمک کنید. بله اگه یه ماشینی داره آتیش میگیره، شما میبینی آدم زیر ماشینه، میتونی بکشیش بیرون، بکشیش بیرون، که حالا همون هم ممکنه ماشینه منفجر بشه، تام باهاش چی کنی؟ خود من بهتون گفتم یه دفعه یه نفر دزدی کرده بود و یه زنی جیغ زد و ما رفتیم دنبالش، گرفتیمش و اینها. بعدم برام از بفهمید شوهر این زن پلیس بوده، برای من یه تقدیرنامه فرستادن اینها. ولی بعض وقتا الان سوال میکنم، امروز که 30 سال گذشته، اگه یه اتفاقی بیفته همچین کاری میکنم؟ میگم خب الحمدلله امروز نمیتونم به 30 سال پیش بدوم، خب پس دفنیتلی حتما این کارو نمیکنم. ولی این یه موضوعیه که شما یه وقت یه کارایی میکنی، یه کمک میکنی که دوباره ازت اگه سوال کنن میگی نه من حاضر نیستم میکنم، از ترس همون لایبیلیتی ها یا مسئولیت هایی که همراهش میاد. در اصل ممنون و متشکرم. به نظر میرسه که این سیستم ما خاموش کردیم، روشن کردیم، درست شد. ولی میخوام یه سوالی ازتون بکنم. وقتی خاموش کردم این پایین نوشت که اینتل فلان is not working. حالا این اینتل، این سیستم اینتل کامپیوتر به اصطلاح دله، یا بذارید ببینم، حالا رفتش هم دیگه نمیشه بازش کن. آه هستش اینجا. هرچی بود این بود. اینتل رپید استوریج، این که استوریج که برای بکاپ و اینا هست. بعد یه روز هم این سعید اگه بتونه بیاد با کامپیوتر ما وصل بشه، این برنامه های زیادی که روشنه، اون روز هم بهت گفتم من جرئت نمیکنم اینا رو خاموش کنم یا وردارم، چون نمیدونم اگه وردارم چیزی از کار میفته یا نه. شما گفتی همه رو خاموش کن، برق بخوای میتونی روشن کنی. ولی وقتی خوندم میگه نه، میگه بعضی از این استارتاپ پروگرام ها رو اگر خاموش کنید بعدا کامپیوترتون درست کار نمیکنه. بذارید من الان این صفحه رو بهتون نشون بدم، باز دنباله همون ما از شما یاد میگیریم، احتمالاً کسای دیگه هم هستن که این مشکلات رو دارن. ببینید الان ما زدیم این ویندوز میدیا، ویندوز تاسک منیجر، نگاه کنید روی 3. خب این پروگرامایی که ما اینجا روشن داریم و داره کار میکنه، یکم بزرگتر بهتون نشون بدم اگه کسایی میخوان تقلب کنن برای کارهای تلویزیون ببینن چه چیزایی لازمه، اینا هست. ببینید اکس اسپلیت هست، وید بلاستر هست، او بی اس هست، این یکی دیگه انکودر ویندوز هست، این مسنجر که مال همین چیز بود که باز کردم، این بات مال اون با تلفن گوش میدی هست، و این کروم و اینها هم که چیز هست. ولی حالا شما نگاه کنید، میای اینجا، یا علی مدد، ببین چقدر پروگرام روشنه. خب من که اینا رو نمیخوام، نگاه کن، بفهم، دو این همه پروگرام، ما دنبال یکی میگشتیم که به ما بگه اینا رو کدومش رو خاموش کنیم، کدومش رو روشن بذاریم. اصلا یه چیزایی روشن، مثلا اکس سپلیت 1 2 3 4 5 6 7، حالا بلدت میگن آقا این شد کلاس کامپیوتر یا هرچی. خب آمبولانس اوبر بهتون نشون دادم، احتمالا به زودی هم اینجا میاد. به نظر میرسه این برای همون اسرائیل خوبه که بغل کنار مدیترانن دیگه، اونجا آب و هوا خوبه، مثل اینجا برف و یخ بندون نیست. و الا بنده اگر رجیسترم کرده باشم، دیروز پلیس توی منطقه میگفت اگه کسی کار نداره، اگه کسی جز به سرویس های امرجنسی نیست نیاد بیرون، چون فکر کردن 1 تا 4 اینچ 10 اینچ برف اومده بود، بعد شد فروزن رین، یعنی یخ زده، چی بهش میگیم، تگر، یه چیز اینجوری. بله چیز اضافه من ندیدم داشته باشی. آقا یه حرفا چیه؟ تو به این سرعت همه اینا رو خوندی؟ من ازش یه عکس میگیرم برات میفرستم. 100 تا پروگرامه، با دومی رو نگاه کنی، اینو بهت نشون بدم.
این چیزایی که نشته الان پروسس داره روشنه، داره کار میکنه. ما اینا رو داریم میگیم که از AMD گرفته تا گوگل کرو. گوگل کرو مثلا 20 تا اینجا هست، نمیدونم فایرفاکس 4 تا 5 تا اینجا هست. اینا نباید باشه. ببین اینا همش فایرفاکس، این یکی مثلا اکسسپلیت از اینجا تا اینجا هست و هر کدومش 29000 تا 25000 تا 22000 تا 116000 تا 13000 تا. اینا ممکن اصلا پروگرامای باشه که ما احتیاج نداریم. در هر صورت برگردیم سر اصل ماجرا. نوشتم که چند خبر از آقای خزایی، اینم بخونیم جالبه. ولی اون موقع یه چیزی نوشته بود اینتل فلان نات ریسپاندینگ، حالا نمیدونم اکسپلورر بود چی بود، ولی اینتل. خب حالا این سعید میخنده، اینایی که کار کامپیوتر بلدن وقتی که ما یه اشکالی داریم، نه که خیلی سادن، به نظر اینا احمقانه میاد. و نگاه کن خودشو سگشو اینا نشستن برنامه سوربی رو نگاه میکنه. این لاما هست یا سگ تو اتاقت؟ بله اگه لاما هست یه وقت توف نندازه رو. بله اینجا نوشته در گذشت مسعود صدر همکار فلان اینها. بعدم رنسانس ایرانی نوشته مسعود صدر پس از مبارزه و تلاش های رسانه‌ای که. ببینید دوستان این خبری که میگم رنسانس ایرانی، آقای سعید خان، این آقای چیچی نجات که دوبارم تا حالا مهمون من بوده، شاهین نجات که اینم آمد و با شور و علاقه و رفت سراغ رضا پهلوی، بعد دید نه آقا رضا پهلوی چی نیست، ول کرد. اینو خانمش هی این ورور دعوت میشن برن شاهنامه بخونن. اتفاقا آقای مینویی هم تو برنامه‌هاش گفته که شاهین نژاد استاد شاهنامه است و افراد حتی پیلتر از اونم میان ازش یاد میگیرن. دوستان تصور کنید که همه ایرانیا همت کنن با شدت خیلی زیاد و همه ما این شاهنامه رو یاد بگیریم، همه اونم خوندنش رو یاد بگیریم. بعد مثلا در مهمونی‌ها وقتی میریم تو، اون یکی میگفت چنین گفت رستم به اسفندیار، اون یکی میگه که دوست عزیز برایم یک چایی بیار. خب این چی میشه آقای مینویی، آقای شاهینی نژاد؟ یه نفر توی توس خراسان نشسته برای یه شاهی برای یک سکه طلا بگیره شعر، اونم شعرها مال خودش نیست، از شاهنامه ها و از چیزهای دیگه جمع کرده. بعد یه مش دیوانه میان میگن این تاریخ ما، یه مش دیوانه تر از اون میان دنبال این آدمای رستمی که اصلا وجود نداشته حالا هزار سال پیش مرده، اینا دنبالش میگردن. ما یه رستم احتیاج داریم که بیاد میدون آزادی که این 50 تا هواپیمایی که میخواد بشینه با حقا. خیلی کارمون خرابه. من بردی رنسانس ایرانی، برگردم اینو براتون بخونم. اینو رنسانس ایرانی نوشته مسعود صد پس از سالها مبارزه بر ضد خیلی جالبه، مبارزه بر ضد جمهوری اشغالگر اسلامی و تلاش های رسانه‌ای که ایشان در طول مبارزه. مبارزه بر ضد میشه یعنی همکاری ها؟ چون مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، ولی اگه گفتی مبارزه بر ضد رژیم اوکی. اونها فایل ها سیستمی هستن، دستی نمیشه پاک کرد، باید با سافتویر های کلین اپ بررسی بشه بردارید. دارم بابا اون سی سی رو دارم، این کلین اپ مال ویندوز رو دارم، مال خود کاکس بهمون داده دارم، اونا مال سافتویر ها هست و مال مالویر اینا هست. در صورت میگه که این میگه مرده. شب گذشته فرهورش را به دریار آرامش تا فروهرش را فلان و سکنا گزید. برای خانواده ایشان دل آرامی و شکیبایی آرزومندیم. جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی پاینده ایران. اون بالا هم که خودت نوشته بودی در گذشت مسعود، ولی بعد من خوندم که آقا یه نفر از تلویزیون پارس گفته آقا مسعود زنده است. برگردیم به آمریکا دوستان. اولین رئیس جمهور آمریکا ترامپ، اولین رئیس جمهوریه که بعد از 245 سال رفته زیر بازرسی مخصوص و مشکوک که ایشون شاید مأمور روسیه باشه.
اینقدر خوشحال شدم من. گفتم بعد از اینکه ما همه ایرانی ها ما میگیم این مجید مأمور اونه، مجید میگه این سوربی مأمور اونه، حالا همه اون میگیم حتی رئیس جمهورمون مأمور روسیه. اف بی آی این آقا رو داشته کنترل و بررسی و نه که دهن گشاد و بزرگ داره نمیتونه زیپشو بکشه، میگه که اگه اون وقت این میرفت به یک کسی مال روسیه میگفت روسیه ایمیلای کلینتون رو چک کن و این خبر درز میکرد فوری چیز میشه. این فکر کرده زرنگه، اومده اینا رو علنی میگه توی مثلا تظاهرات راشا اگه داری به من گوش میکنی این 30,000 ایمیل اینو پیدا کن. حالا این آقای مولر میگه ما از این چیزایی هم که پابلیک گفتی میتونیم بر علیه استفاده کنیم اگر این عملی بشه و حالا دادگاه سوپریم کورت هر کس که مسئوله به مولر یا دیگران اجازه بده. این مولر هم اینایی که آلمانی بودن میدونن MU دوتا نقطه یا MEU یادم رفت، یه جور به خصوصی باید بگی که ما هیچ وقت هم یاد نگرفتیم. اگه اینجوری بشه این زرزر زیادی آقای ترامپ کار دستش میده و کار دستش داده یکی پس از دیگری. ببینید اینایی که در دستگاه این بودن هنوز 2 سال نشده، امروز 14 همه، 6 روز دیگه مونده که این 2 سال رئیس جمهور باشه. ببینین چند تا از دستاندرکارانش رفتن زندان، ببینین چند تا از دستاندرکارانش رفتن به دادستان گفتن ما رو زندان نفرست ما با تو همکاری میکنیم. معمولا 2 نفر که دزدی میکنن یکی زودتر میره میگه منو زندان نفرست، این یکی رو لو میدم. و این ببینید چه کار کرده، الان طولانی ترین توقف دولت، دستگاه های دولتی که حتی آب کاخ سفید پول نداشتن بدن ممکن بود قطع بشه. شب تو تلویزیون استیون کولبر اینو مسخره میکرد، گفت ترامپ که آب که نمیخوره کوکاکولا میخوره، برای دوش گرفتنم 2 تا از این زنای جنده روسیه رو میگیم بیاد روش بشاشه، چون این روسیه که بوده بهش میگن گولدن شاور. حالا باورتون میشه هنوز یه عده‌ای دنبال ترامپ هستن؟ ترامپی که دوستای نزدیک خودش اونایی که سرشون با این توی خمره بوده یکی یکی ولش کردن رفتن، یکی پس از دیگری گفتن این نارسیسته نمیدونم خودشیفتن، اون یکی گفت دیوونن، اون یکی گفت this is moron، this is گفت احمقه، گفت فلانه. اون وقت هنوز یه سری ایرانی نشستن امیدشون اینه، ناگفته نماند. آقای پوتیتو پامپو را افتاده اردن و این ور و اون ور و اون ور که به اصطلاح بر علیه ایران لشکرکشی کنن. یه نفر میگو امکان نداره، گفتم اتفاقا never say never، هیچ وقت نگو امکان نداره، چون تاریخ نشون داده رئیس جمهورای آمریکا اوناییشون که زمان جنگ بودن عوض نمیشن، حتی یکیش 3 دور انتخاب شده، یادم نیست روزولت بوده آیزنهاور بوده کی بوده، به خاطری که آمریکا در جنگ بوده و اینا یاد گرفتن که اگه میخوای دوباره انتخاب بشی یه جنگ یه جا را بنداز، مردم زمانی که جنگ باشه رئیس جمهور عوض نمی کنن. به چند دلیل، یکی اون که میگه خودش را انداخته بز درستش کنه، یکی میگه این یکی را انداخته بز مسئولش باشه. به همه این دلیلا که همش هم چه موافق باشه چه مخالف برای اون کار میکنه دوباره انتخاب میشه، و این برای که دوباره انتخاب بشه ممکنه یه جنگ با ایران را بندازه. این خیلی هم دلیل داره که بتونه اذهان مردم رو منحرف کنه از اون چیز اصلیش. بله، میگه جدیدن میگن به رضا شاه قلدر نیاز داریم. آقا دوست من دکتره فلوریدا یه فیلمی فرستاده بود راجع به رفع حجاب. دوستان کشف حجاب غلطه، حجاب کشف شده بود سر زنا بود، رفع حجاب وقتی برای من فرستاد نوشتم از این فیلمی که فرستادید خیلی ممنون، ولی این یکی از اشتباهات رضا شاه بود که آمد با قلدری حجاب رو رفع کنه و
اینجا میگن فایر بک میکنه، بک فایر، ببخشید بک فایر میکنه. حتی اونایی که ماشینای هندلی یادتونه، حالا ملت میگن این سوروی سنش چقدره، یه ماشینایی بود که استارتر و اینا نداشت، شما باید میمدی پایین هندل میزدی روشن میشد، یا هندل میزدی هرچ، یا این ماشینای که میکشی یه بند یه تنابی روشن میشه، این اگه بلد نباشی درست بکشی، بعض وقتا اون آخری که میخواد روشن بشه برمیگرده میزنه دست و مس و اینا هم داغون میکنه. این کاری رو که آقای رضا قلدر یا رضا پهلوی اون رضا شاه انجام داد این بود که زد، ولی این قبل از اینکه روشن بشه بک فایر کرد. بک فایرش چی بود؟ از اون زمان داشتن حجاب شد مبارزه با سیستم پهلوی. یه عده نیروی کار ایران اصلا رفتن به طرف کشورهای عربی به خاطر حجاب، البته از کمبود کارم بود. برای دوستم نوشتم گفتم میدونی شما چیه، شما تاریخ رو زیاد نمیخونی. خود منم اهل خوندن نبودم، ولی الان این وجود ویدیوها کمک میکنه ویدیو رو تماشا کنی و برو ببین رضا شاه وقتی رفت ترکیه، اولین و آخرین سفرش به خارج، دید زنای ترکیه اینجور و اونجور و آتاتورک اینجور تقلید، گفت چی؟ ای 200 نفرین بر این تقلید باد که خلق را تقلیدشان برباد داد. تقلید کرد بدونی که وسیله رو آماده کرده باشه، بدونی که جاده رو صاف کرده باشه. ما میخوایم بی‌حجاب بشه که اینجوری شد. در هر صورت هر کسی میخواد در این مورد میتونه، بله. آیا رضا شاه میتوانست به نوع دیگری برخورد کنه؟ بله خانم، آموزش و پرورش، کاری که آتاتورک کرد، آموزش و پرورش. شما اگه یه نفر به مادر بزرگ شما، به مادر بزرگ من میومد با زبان خوش صحبت میکرد، حتی اگه 4 تا آخوند رو میخرید، آخوندهای خودفروش که زیاد داشتیم، اگه 4 تا آخوند رو میخرید یا 4 نفر رو به صورت آخوند میفرستاد تو مساجد، رادیو تلویزیون که نبود، برای مردم توضیح بدن که بابا این برای اون موقع بوده که گرد و خاک بوده تو عربستان بوده و فلان و اینها، که البته ناگفته نماند. شما دکتری میدونی هنوز تا هنوز تو بیمارستان شما وقتی میری چیه؟ پوشیده. چیه؟ پوشیده. چیه؟ پوشیده. برای که ما نتونستیم دنیا رو تمیز کنیم. تنها کاری که من هر وقت میرم یه جایی طرف اینجوری دست میده میگم خدا پدر مادر اونو بیامرزه که اینجوری اینو درست کرد، که میگن الان تعداد فلو آنفولانزا کم شده به خاطر این دست دادن هی میگشته بین مردم، الان دست نمیدن. آقا سرفه میکرد تو دستش، حالا یاد گرفتیم سرفه کنیم. بابا اینجا خیلی ها سرفه میکنن حتی تو گلوشون، تو لباس خودشون. جاده چگونه باید صاف میشد؟ خود شما دارید میگید جاده باید صاف میشد. من که دارم میگم چگونه باید صاف میشد، شما که نمیای، هرچی میگم میگی حالا سال نوه. بیاین یه روزی بشینید درباره همین موضوع مثلا صحبت کنید که جاده باید چگونه صاف میشد. جاده وقتی رفت اونجا باید از اونا میپرسید آقای آتاتورک شما چیکار کردی که این خانما اینجوری شدن؟ اون حتما یه کاری بهتر بلد بوده. اگه بهتر بلد نبود که، البته الان ترکیه هم دست کمی از ایران نداره، این اردوغان اگه ولش کنی زن خودش هم که دیدید روسری و اینا داره. در هر صورت با همه اینها من دارم نظر خودمون میگم و خیلی هم قبل از این نوشتن راجع بهش، اتفاقا یه چیزی دارم در این مورد. اوکی خب، روحانی تلگرامی خل لباس شد. بذار این بهتون نشون بدم، گفتم چند تا خبر ایشون فرستاده خوب بود، ضمن تشکر ما هم نشون میدیم. بله، دادگاه در ایران تبلیغ بهائیت را غیر مجرمانه. یک کمی اینجا اجازه بدید من با این یکی براتون بگیرم، بیشترم خبرها مال بی بی سی و کامرای 3. بله بله، یک دادگاه تجدید نظر در ایران در رسیدگی به پرونده شهروندی باهایی او را تبرئه کرده و گفته است که تبلیغ آیین باهایی به خودی خود تبلیغ علیه نظام محسوب نمی شود. مبارک باشه به باهایان. اینجا هم نوشته که تلاش برای برقراری جمهوری خواه
مسلمان تگزاس شکست خورد، یعنی برنده شد. اعضای حزب جمهوری‌خواه شاخه ترامپ در ترامپ یا ترامپ در ایالت تگزاس بر سر ماندن یا برکناری شهید شافی معاون دبیرکل حزب در این منطقه رأی گیری کردن. منتقدان سرسخت آقای فلان، بله اسلامی هم دارن زیاد میشن، الان تو مجلس هم چند تا مسلمان هست. این آقایی که خلع لباس شده ایشون هست و این ترامپ هم که الان مثل قورباغه‌ای که توی آب جوش انداختن تا ببینیم کی یا میمیره یا میپره از این قابلمه بیرون. خانم دکتر بهیه جیلانی میگن که من حاضرم هر زمان بخواهید، البته آتاتورک مسلمان نبود. بله ادهام ایشان میگن هر زمان بخواهید با هم صحبتی داشته باشیم. بسیار عالی. چهارشنبه خوبه خانم؟ چهارشنبه ما ساعت 3 برنامه داریم، ولی من ساعت 2 با شما میتونم مصاحبه داشته باشم، خیلی هم خوشحال میشم. 2 به وقت ما که الان اینجا 3:38 دقیقه است، احتمالا شما 6 ساعت از ما جلوترید، 9:38 شب اونجا. بله اینجا نوشتن اینها وقتی خلع لباس میشوند تازه به حد ما میرسن، آیا این توهین نیست؟ چرا اتفاقا حالا یه مدت دیگه شاید برسیم به یه جایی که وقتی میخوان یه کسی رو زندانی کنن یا توهین کنن بهش، اون وقت لباس آخوندی بپوشن. شاید اصلا لباس فرم زندانها بهشون بگن هر کسی زندانیه یا هر کسی خطا کرده مجبورش کنن در ملأ عام عمامه بپوشه. این چیزایی که بشر، شما نگاه کنی کلیساهای یونان نگاه کنی، مردکی یه بوق گنده گذاشته کلش، عصای موسی رو هم گرفته دستش، سرش هم اینجوریه، جنازه عیسی مسیح هم با طلا گذاشته دستش اینجوریه، همه‌شون کثافتن. یه چی میگن لباسای بلند، چی بهش میگن، ردا، عبا و ردا و فلان پوشیده زرکوبه. یکی بگه آخه این جیزز بدبخت عرب که نمیدونم مسلمون کجا بوده، مصر بوده و بیت لحم، ما میگیم اینجا میگن بیت لحم، اونجا اینا چی آشقالا چی، یه صندل یه دمپایی پاش بوده، بعدم یه مش لباس کهنه پشمی که همینجوری مینداختن دور خودشون. یکی به اینا بگه شما چرا شروع کردی، چرا خودت از مردم جدا میدونی، اون کسی رو اگه پیدا کردی یقه اینا رو میگیری. اینا کاری نکرده، اینا کپی کلیمیا هست، کپی مسیحی ها هست، هیچ چیز جدیدی رو اینا رو دو سه نفر خوب حرف زدن. یکی این آقای جاوید شهافر بود که بعد آمد اینجا و خیلی ها هر کی میاد اینجا و برمیگرده رابطهش با ما قطع میشه. آقای بابک هروی بود، این اومد اینجا برگشت شده شاه اللهی. آقای جاوید شهافر بود، اومد اینجا برگشت شده بود فخراللهی. و این میگه که آقا خانم اینها طبق دستور مذاهب دارن عمل میکنن. آقای چمن آرام که میگه آقا خانم این عین اساسنامه قانون اساسی جمهوری اسلامیه، اگه شما با اون قانون اساسی اشکال دارین قانون اساسی رو بریزید به هم، اگه با کتابای مذهبی اشکال دارین کتابای مذهبی رو بریزید به هم، و الا سنگسار همین مشروب خوردن شراب خوردن نمیدونم باکره بودن باکره نبودن همه اینا کپی شده از اوناست. برگردیم به برنامه‌مون که 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم. مجله داش عباس سومین شمارهش منتشر شد، آقای پرویز مینویی و 16 صفحه است فعلا. اینجا هم نوشتن که شانس خود را امتحان کنید، گفتن هر کسی با ما تماس بگیره قد یک کارت، میدونی قد کارت بیزینسه، یه آگهی ما براش میذاریم، یه بار مهمان ما اون دفعه گفتیم خب آقا این تماس فعلا آگهی تلویزیون مردم بذارید، بعد پشیمون شدم گفتم صبر کنم یه کمی که اینا بیشتر به اصطلاح خواننده پیدا کنن بعدا. در صورت من خوندم چند مقاله خوب بود داشت، جوک میگن برنامه آقای مینوی، من از زمانی که با ایشون آشنا شدم اینجوری بود که همیشه یه چیزایی رو به عنوان ساعت تفریح یا زنگ تفریح انتخاب میکنن و میگن. اینم مجله داش عباس خط بزنم،
آقای پرویز مینویی ساعت 4:45، یعنی تقریبا یک ساعت دیگه، 1:03 دیگه با من و شما خواهند بود. و اما حراجی های قلابی، اینجا یه مدت پیش یقه چند تا سازمان بزرگ و شرکت هایی که فروشنده هستن اینا گرفتن، گفتن شما نمیتونید هر روز به مردم بگید one day only، یک روز فقط حراج بشه تابید بشه تابید، بعد مردم امروز که میان طرف پول مثلا بنزینش میاد یه چیزی میخره که الان لازم نداره برای که فکر کنه فردا، بعد دوباره پس فردا شما میگین یک روز only، تازه از اون دو روز پیش هم ارزون تر میدید. گفتن اینجوری نمیشه، با همه اینا رو نمیتونن کنترل کنن. حالا شما اینو نگاه کن خانم آرزو، ببینید چی آرزو، وای 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 از این دوستان ایرانی که اس که می نیستن، این خانم اسمش هست آرزو، نمیدونم چی چیه، بعد نشته آرزو پی اس، آرزو سانی سانی، بذارید ببینم ایشونه، اگه اشتباه نبوده نکنم ایشون یه چیزی نوشته بود برای همه که من توی آلمانم، پدر مادرم یه جای دیگه هستن، من میخوام برم اونجا، فکر میکنید برم یا نرم؟ گفتم والا این فیسبوک دیگه چی شده، یه کمی دوستان داشته باشید. نگاه این یه حراجی، یه فروشگاه رفته، حالا هر کی بوده تلفنشو در آورده و اینجوری فیلم گرفته. حتما شما هم دیدید یه چیزایی رو قیمت میزنن روش، یا نارنجی یا قرمز، ببینید نوشته 69 و فلان بوده یورو، حالا شده 49.99. این آقای خانم آقای هست مثل که داره میکنتش، نگاه کنید زیرش قیمت اصلی 39 بوده، 39 یورو بوده، کردنش 70 زهرا بی دو انگلیت سوپر، دوباره همون نشون میده. در اصل خیلی مواظب باشید اگر چیزی تو سل هست گول اون قیمتش نخورید. بعض وقتا یه چیزی رو میخوای بخری نوش 100 دلاره، طرف آگهی زده نوشته 300 دلار خریدیم، امروز میدیم 120 دلار. شما میگه خب خیلی آدم عادلیه، 300 دلار خریده 6 ماه پیش، حالا به من میدی 120 دلار، ولی میخمیر میخری، حالا نمیگیم هم کاسکو، میبینی یه فروشگاه دیگه گذاشته استیپل مثلا صندلی بهت میده 30 دلار، ملت همونو خریدن توی کرگلیس گذاشتن 80 دلار. بسید که خودت بری استیپل یا بری آفیس دیپو 30 دلار میتونی بخری، خیلی مواظب باشی. خب اینا رو که گفتم خط بزنم، دی وی آر رو گفتم، از دیروز صفحه مردم تیوی اون دی وی آرش کار میکنه، شما میتونی اگه یه برنامه ای رو داره زنده نشون میده ببری برنامه قبلی رو ببینی، برنامه بعدی رو نمیتونی ببری ببینی، احتمالاً اونا رو تو پلیلیست میتونی این کار انجام بدی. این صفحه رو نشون دادم، آقا حسن خزایی رو نشون دادم و اون مسعود صدرم اگر در گذشته خدا رحمتش کنه، اگرم زنده است که باز برنامه هاشو میبینید. و اما این گوگل وایس، اینم unknown caller، بعد از برنامه گوش میدم، اگر برسیم به یه جایی که مثل اون دوستمون شماره 49، مثل این دوستمون مریلند، زنگ بزنیم بشناسیم، اطمینان درست کنیم، با هم دیگه رابطه داشته باشیم، پل ارتباطی باشیم، اون وقت ما وسط برنامه شما بفرستی نگاه میکنم میگم اه این شماره تلفن سعیده، پخش میکنم، اه این شماره تلفن مثلا فرخه. ولی این قایم موشک بازی، دزدزک بازی رو بریزیم تو سطل آشکار. صحبت از پیام شد، بذارید براتون یه پیامی رو من پخش کنم اینجا، چون میگن پلی ما هم میگیم پلی، که یه آقای تماس گرفته و یکم اجازه بدید من پیداش کنم. یک لحظه، ایران یو اس وار، صحبت های این، آها از 416 است، 416 مال کجاست؟ مال سوئد؟ نمیدونم، اصلا برای من مهم نیست، شمارش هم هست، خیلی ممنون. حالا ببینیم چی میگه این دوستمون، اوپن گوش کنیم با هم.
هموطن ایرانی هستم. یه سری برنامه های شما رو دیدم، صحبت هایی بود، البته نمیدونم شاید فقط اینترویو می درود بر شما. من یک هموطن ایرانی هستم، یه سری برنامه های شما رو دیدم، صحبت هایی بود، البته نمیدونم شاید فقط اینترویو میکردیم، مصاحبه میکردیم با آقای رحیم رشیدی، ایشون در تلویزیون شما و با آقای بهرام مشیری یه سری صحبت هایی داشتن که آره ما هدفمون این نیستش که کردستان و ایران جدا بشه و در حوزه فدرالیست داریم فکر میکنیم. من مثلا شما به عنوان یه میدیا این رو به ایشون، حالا من که اکسس ندارم، دسترسی ندارم به ایشون، یه به ایشون مشتاق کنیم که مردم کردستان مردم ایران هستن، همه استانهای ایران متعلق به ایران هستن و همه مردم، همه هموطن و ایرانی هستن. وایسا وایس یواش برو تو با هم بیم. اولا شما خیلی ممنون، یه ایرانی هستین، برنامه منو میبینید، ولی اگر متوجه نشدید که برنامه من با ایشون مصاحبه بوده یا اینها داشتن پروپاگان میگن، پروپاگان تبلیغاتی بوده، خب نشون میده که شما درست دقت نکردید یا ما درست برنامه رو اجرا نکردیم. آقای رحیم رشیدی رو من مدت‌ها اینجا آشنا هستم باهاش، تو مهمونی ها میبینمش، این ور ور فعالیت میکنه. اگه یه نفر آمده نشسته جلوی دوربین به شما میگه من تجزیه طلب نیستم، من دنبال فدرالیزم هستم، آقا فدرالیزم توی فارسی نزدیکترین و بهترین کلمش خودمختاریه. الانم بهتون میگم کلرادو خودمختاره، میگه هر کی دلش میخواد علف بکشه. ویرجینیا خودمختاره، رأی میگیرن میگن ما نمیخوایم کسی علف بکشه. فدرالیسم یونایتد فدرال، نمیدونم آلمان، اینجا هم که یونایتد استیت آف، حالا این چیز هست یونایتد استیت با اسمول ترامپ فعلا. شما چرا حرف میزنید تو دهن این؟ بعد شما ببخشید حتی خودتونه نمیخوان معرفی کنید، ولی از طرف مردم ایران، از طرف مردم کردستان صحبت میکنید، بعدم حرفای ایشون رو تفسیر میکنید که نه آقا تو وقتی گفتی من تجزیه طلب نیستم دروغ میگی. چرا فکر میکنید شما بیشتر از مردم معمولی میفهمید؟ اگه شما فهمیدید که این دروغ میگه، اونا هم میفهمن که این دروغ میگه. روزی که قرار جدا بشه، قرار از مردم رأی بگیرن، شما نگران اون روز رأی گیری هستین یا نگران این هستید که آقای ترامپ و پامپ و پیک پوتیتو بیان حمله کنن؟ اگه نگران حمله اون هستی، اون که به رأی کسی احترام نمیذاره، همینجا به رأی مردم احترام نمیذاره. امروز که من شما صحبت میکنیم 35% آمریکایی‌ها میگن این ترامپ میتونه کارش انجام بده. 35%. 55% میگن این تعطیلی 24 ساعته آمریکا از دلیلش این ترامپ، خودش هم اومده گفته، ولی الان میگه من نگفتم. شما دوست عزیز دفعه دیگه بیا قشنگ خودت معرفی کن، ایران که نیستی که، کشور خارجی نشستی، بگو من میخوام بیام، آقای رحیم رشیدی هم دعوت میکنیم، با همدیگه مناظره کنید، مردم قضاوت کنن. بعد من بارها گفتم آقا اگه یه پدر مادری بچه خودشون رو میزنن، تنبیه میکنن، تو چجوری میای به بچه میگی نه بمون، بالاخره هرچی باباته. البته یه جورایی هم هست، چون اگه رفت دیگه خدا میدونه کجا بره چی بشه، ولی از اون برم میبینی آقا بعضی از این باباها و پدرها اینا آدم های مریضی هستن، اذیت میکنن. در هر صورت گوش میدیم، اینم نظر شماست، ولی من با شما 100% مخالفم، مخصوصا چون آقای رحیم رشیدی بارها گفته که ما جز به تجزیه طلبان نیست. حالا ببینیم که چی میگی. بفهم این صحبت های موزیانه آقای رحیم رشیدی که اینجوری اول صحبت میکنن، بعدا تو تمام وبسایت هاشون و تو تمام صحبت ها و توییت هایی که این برانور کرد، اینا دیگه این حناییه که برای نه اینجوری که میگی، یعنی حرفی که زده بعد با عملش توی توییتر فرق میکنه. شما اون توییترها رو برای من بفرست، یکیشو بفرست بیاد که آقای رحیم رشیدی گفته باشه فلان. دیدید یه دوستی ما داریم الان هم اسمش یادم رفته، کرده، عبداللهی،
یه دفعه آمد اینجوری هی چیز کرد و اینا، بهش میگم آقا اینجوری نیست، هر شما میگی درست نیست. حالا چون یه تفنگ کلاشینکوف گرفتی دستت، رفتی مثلا عکس گرفتی، فکر نکن تو همه قانون میدونی. قانون تو تفنگ نیست. چرا؟ ممکنه یه زمان شما بتونی با تفنگ یه دهی رو بیاری، ولی میگن اصلا دیگه مسخره میکنن، میگن کسی که با نیزه قدرت رو به دست میگیره باید بشینه سر نیزه تا بتونه حکومت کنه. کدومتون حالا میخواین سر نیزه بشینید؟ اینجوری نیست عزیز من. شما داری میگی بعدن تو توییتاشون فلان موزیانه، اون وقت این آدم چقدر موزیانه حرف زده، ولی شما آمدید موزیانه رو شناختید. خب بابا تو یه حس خیلی خوبی داری، باید برای شرکتی FBI سازمانی چیزی کار کنی، افراد موزی رو از غیر موزی تمیز بدی. فوری این سیستم دسیسه میاد تو فلان میاد تو اینا میان اینجا میرن مجلس این برور دنبال پول، دنبال قدرت، دنبال کمک که یه کاری بکنن. چند سال کردا چه زمان شاه چه زمان شیخ دارن این کارا رو میکنن. به کجا رسیدن تا امروز؟ به کجا رسیدن؟ خودشون ببین چند تا گروه هن با هم اختلاف دارن، ولی بذار بیان دوست عزیز. و شما فکر نکن شما از بیگران بیشتر میفهمی. شما اگه یه چیزی رو متوجه شدی بیا با مردم توضیح بده. بفرما. شده طلبای مثل ایشون مشخصه که برای مردم ایران رنگی نداره و واقعا رشته یه همچین حرکاتی. همه مخالف جمهوری اسلامی هستند، همه معتقد به این هستند که کشورشون اشغال شده و زور داره بهشون گفته میشه. آقا اشتباه میکنی، کجا همه مخالفن با جمهوری اسلامی؟ اونایی که دارن براش کار میکنن، حقوق میگیرن، مخالفن. خانواده اونها مخالفن. تا چرا اشتباه اینجوری داری ریپورت میدی؟ همه مخالفن نیستن. اگه همه مخالفن شما چرا نگرانی؟ برید این آخونده رو بریزید بیرون، هر حکومتی میخوان خودتون درست کنید، نگران جدا شده و تجزیه و فلان اینام نباشید. بفرمایید. از منی که فارس زبانم، شیرازی، کردی، کرمانی، بلوچ، نمیدونم مازندرانی، هر جایی که شما بگین اسم ببرین از استانهای ایران، همه گلهای یک قالی بزرگ و زیبا هستن به نام ایران. آقای رحیم رشیدی، شما اگر واقعا نظرتون اینه، نمیایید پرچمی رو بزنید روی سینه‌تون در کنار پرچم امریکا، که اصلا این پرچم هویت جعلی داره، معلوم نیست مال کجاست، و صحبتایی نمی‌کنید که ما بین کشورهای عراق و ترکیه چه پرچمی زده؟ پرچم کردستان که خورشید هست و کتاب هست و دانه گندم و اینا هست، اونو میگید؟ خب بگید چی زده بوده. تا اونجایی که من میدونم پرچم اینا خورشید و کتاب و گندم، درست میگم؟ ولی خب خوب شد حالا من یه تماسی بگیرم با آقای رحیم رشیدی، بگیم شما اینجوری گفتید. سوریه و ایران تقسیم شدیم، شما کشوری به نام کشور کردستان وجود نداشته، منطقه‌ای به نام منطقه کردستان وجود نداشته. افرادی هستیم که جزء استانهای ایران هستیم و کل کردستان هم اگر باید در نظر بگیریم زمان زیر فرمان روایی و پوشش حکومت مرکزی ایران بوده و هست و خواهد بود. پس بنابراین این شعارهای احمقانه رو برای خودتون بذارین کنان. آقای رشیدی صحبت منو به ایشون بفرمایین، اسم من مهم نیست. این نه اتفاقا اشتباه میکنی، اسم شما خیلی مهمه، اتفاقا اشتباه میکنی، به طرف میگی احمد، اتفاقا اشتباه میکنی، از طرف مردم صحبت میکنی، اتفاقا اشتباه میکنی، به من میگی شما به این بفرمایید. من به کسی فرمایشی ندارم، من میتونم به ایشون بگم یه آقای ایرانی تماس گرفته و شما بعداً زنگ بزن بگو که ما میتونیم با شما تماس بگیریم با این شماره تلفنی که اینجاست، مهمون بشیم. پرچم کردستان خورشید هست. من تا اینجایی که تو مراسم شما باورتون میشه، من اولین تلویزیونم که به ترکا برنامه دادم، اولین تلویزیونی که به هم فولادوندینا برنامه دادم، اولین تلویزیونی که به کردا برنامه دادم، و همشون بی معرفت ها تا یکم دستشون به جیبشون رسید دیگه ما رو نمیشناسن. البته این گله من بی خوده، چون خودم به شبخیز یه دفعه ایراد گرفتم، گفتم آقا شما نمیتونی بگی این خواننده وقتی که کسی نمیشناختش من بهش برنامه دادم، حالا که میشناسنش دیگه نمیاد اینجا. اون موقع انتخاب تو بوده، الان انتخاب اینه. بمانه
خب شما میگین پرچم کردستان خورشیده، ولی من تا اونجایی که تو مراسمشون دیدم یه شاخه گندم هست، یه کتاب هست، یه خورشیده، یه دوتا تپه هم چیزی هست، یعنی هیچ چیزی که نمیدونم شمشیر حضرت اسلام و تاج فلان و اینها نیست. حالا میان درباره همین هم صحبت میکنیم. بعد پرچم، شما ویرجینیا پرچم داره، کالیفرنیا پرچم داره، اتفاقا مال ویرجینیا یک خانم سینش هم لخته، من نمیدونم این ویرجینیا که اینقدر تندرو هستن و کانسرواتیو هستن چرا این پرچمشونه. بعد پرچم کالیفرنیا یک خرسیه، پرچم هر 50 تا ایالت که بعضی هم به اشتباه میگن 52 تا ایالت، همشون پرچم های خودشونو دارن. حالا شما اینو ول کن، تازه بعد که میای هر کانتی اونم باز پرچم خودشو داره. همینجا که من فیرفاکس کانتی هستم، وقتی میری اینجا پرچم آمریکاست، این ورش پرچم ویرجینیا است، این ورش پرچم فیرفاکس. و جالبه اون بلندتره، این یکی پایینه، این یکی اینه، یعنی این زیر سایه این زیر سایه ای. گروه های کمونیست هستن. این کمونیستم خانم جیلانی، من با شما باید بحث زیادی انجام بدم. ما از بس که شاه میترسید همه رو میگفت کمونیست، ما هم یاد نگرفتیم آقا این کمونیست کیه چیه. الان امروز کی دیگه کمونیسته؟ چین کمونیسته؟ روسیه کمونیسته؟ روسیه که این اولاگارداش، من بهشون میگم اولاگارد، اینا که پولدارتر از آمریکا هستن. چین که اصلا وا مصیبتا. این کمونیست کی بود، چی بود و چی شد؟ اگه اونی بود که ما میشناختیم مال سوئد، مال شوروی، یا حالا چی بود، جماهیر متحده شوروی، یه چیز اینجوری بود، یادم رفت. بله، میگه ما ایالتی نیستیم، ما یک کشور یک سیستم. منظورتون از ما فرانسه است یا ایران؟ چون الان دیگه من و شما وقتی میگیم ما دو تا منیم، یه منمون ایرانیه، یه منمون اونجان. اما از روزی که بشیم سه من، وقتا هم گفتن سه کیلو سه من، گروه های گنده و داز کمونیست هستن، ما ایرانی ها همیشه عقب مانده ایم. من نمیفهمم منظورتون چیه. یعنی ایرانی ها به دلیل اینکه کمونیست هستن، یعنی اینا که کردن کمونیست هستن، نمیدونیم. خب اتحاد جماهیر شوروی، خیلی ممنون. نمیدونم، من بهتون گفتم به دلیل اینکه رژیم شاه و رژیم شیخ دوتا رژیم دیکتاتوری بودند و هستند، ماها خیلی یاد نگرفتیم، نرفتیم، یه سری ترس، یه سری هم امکانات کم بود، امکانات کم کرده بودن، از وارم میترسندن اگه رفتی اینجوری اونجوری. آی سوری سلام خصوصی، یه مانی اوردر اینجوری برات فرستادم، خیلی ممنون، متشکرم. و حکومت های از بین رفته. همین ببینید، شماها کمکاری میکنید. آقای رشیدی وقتی میاد برنامه میذاره، این دوستمون از هر جا که هست 416، شما از فرانسه فوری بیان برنامه بذارید، بهشون بگید که آقا شما میخوای ما کمونیست بشیم؟ میگه نه. بگید ما مثل چه کشوری بشیم؟ اونی که 70 سالم دوام نیاورد از بین رفت، میخوایم مثل آمریکا بشیم. آمریکا الان ببینید، اون موقعی که جلو افتاده که یعنی بردهداری مجانی بوده، بعد از چاینیزا سو استفاده کرده و اینها، تونست چیزای ارزون بده به ملت. الان که چین با فشار به ملت خودش داره چیزای ارزون میده به دولت آمریکا، داره آمریکا داره تو سرزیری با سرعت زیاد نابود میشه اگر کسی جلوش نگیره. این ترامپ هم فکر میکنه اینجوری جلوش میگیره. هندی که من 2 سال استاک مارکت رو بردم بالا، حالا که استاک مارکت آمد پایین و صحبت از این سشنه، خفه خون گرفته. دستم ممنون و متشکرم. دوستان ساعت 4:01 است. ببخشید که یک کمی اختلاف در سیستم ما ایجاد شد و اشکال در سیستممون، و 4:45، یعنی 42-43 دیگه با آقای پرویز مینویی خواهیم بود. خوشحال میشم شما هم باشید، چون آقای مینویی دوست داره که شما هم بیاین صحبت کنید، نظر بدید و ایشون هم در اون موارد صحبت کنه. از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. شما کاملا درست میگی، حکومت های از بین رفته. من بارها از این دوستان پرسیدم با همه دانشکمم، تا رسیدیم به چیز گفتم که آقا منظورتون از سوسیالیسم، کمونیسم، کلان کدوم کشوره؟ یکی یکی بگید. همین فرانسه الان سوسیالیسم، ببینید به کجا رسیده.
آلمان طرف ول کرد رفت دیگه اصلا. خانمه گفت آقا من نمیتونم کار کنم. روز و روزگارتون خوش، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و به امید اینکه برنامه‌های بهتر بتونید شما ارائه بدید به بینندگان شنوندگان و من هم حتما یه بیننده شما خواهم بود. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.